خب بگو حرف دیگه چی میخواستی بزنی دیر آه، چشم. حرف دیگه در مورد، راستش من ویدیو قبلیمون رو نگاه کردم در مورد اینکه ما در مورد قرآن و اسلام حرف میزدیم، بعد تهش دیدم که شما پرسیدین که خب کاربرد اسلام چیه. من قشنگ وقتی فکر کردم به این دیدم ما حرف هم رو نمیفهمیم، به خاطر اینکه بذار از توضیح بدیم برای کسی نمیدونه ما داریم درباره چی صحبت میکنیم. خب بعد دوباره بگو، من اینکه ممکنه بعضیا تو بیننده ها ندونه. دیویسش آقای 262 مسلمان هستن ولی فکر میکنن که، بگو دارم درست میگم یا نه، شما آقای 262 فکر میکنن که اسلام قرآن قوانینش به درد زندگی مدرن نمیخوره، یعنی مال همون زمان پیغمبر و اینا بود و ما امروز باید قوانین رو بذاریم کنار و قوانین بهتری داریم، ولی شما به خدا و پیغمبر و قرآن اعتقاد دارین، ولی اعتقاد دارین که قوانین اون قرآن باید مال اون زبان باشه، درسته؟ درسته. سوالی که من از شما داشتم اون موقع که بعدم قطع شد رفتین این بود که خب این اسلامی که مثلا قوانینش یا پیشنهاداش به درد زندگی امروزی نمیخوره، ما با هم موافقیم، یعنی اون قوانین قوانین اون زمان به درد زندگی امروزی ما نمیخوره، اینو با هم هم نظر بودیم. من گفتم خب پس اسلام کاربردش چیه؟ اگه اسلام، اگه دینی که شما بهش اعتقاد دارین معیارهای زندگیش، پیشنهادهای برای زندگی خوب و قوانینی که داره برای اینکه یه جامعه چجوری باشه مال اون زمان بود، مال اون زمان نیست، خب اون دین اسلام هم پس بذاریم کنار دیگه، چون ما الان روش های زندگی بهتری داریم از اسلام. پس چرا شما به اسلام چه نیازی داری؟ چه کاربردی داره اسلام؟ بفهم. خب حالا من اول اینو بگم، من در مورد قواعد و قانون های اسلام نگفتم، من در مورد قواعد و قانون هایی که قانون نگم در مورد قرآن گفتم، بعد ما به حرفمون رفت سمت اسلام. میخوام همین رو بگم، از نظر من اسلام و قرآن دو تا چیز کاملا مجزا، یعنی نمیگم هیچ ربطی به هم ندارن ولی کاملا مجزا. حالا چرا؟ من تعریف میکنم قرآن رو. قرآن یه کتابه که توش حرف فقط، یعنی شما فقط توی قرآن حرف میبینید، هیچ تلاشی برای ساختن یک سیستم منظم نمیبینید. توی قرآن فقط یه سری فکت هست و یه سری توصیه. اونایی هم که میگه توصیه‌ان، یعنی یا حالا حتی اگر فرم دستوری میگیرن به هیچ وجه قانون نیستن. چرا؟ چون شما برای قانون لازمه که ضمانت اجرا داشته باشید، خب، ولی توی قرآن برای هیچ قانونیش ضمانت اجرا توصیه نمیشه، یعنی نمیگه که اگر این کارو نکرد این کارو بکنید و اگر نکرد این چی میشه، خب اگر نکرد این چطور میشه، فقط یه سری توصیه هن. میگه که اگه این کارو نکرد اینجوری بکنید، یا در هنگام این کار این کارو انجام بدید، توصیه هن. خب حتی اگر وجهه و فرم دستوری دارن بازم توصیه هن و قانون نیستن در اسلام، در قرآن ببخشید. اما اسلام چیه؟ اسلام به نظر من تلاش یک گروه از مردم برای ساختن یک سیستمیه که کار بکنه. حتی براشون ملاک هم نیست، برای مسلمان ها ذاتاً ملاک نیست که این سیستم به همون نحوی کار بکنه که مد نظر مسلمان های اولیه بوده، به هیچ وجه این ملاک نیست. برای اینکه این حرف من رو درک کنید، تصور کنید که 1400 سال پیشه و پیغمبر هنوز زنده است، ما هم تو اون جامعه ایم. ما الان نیازی نیست بپرسیم که چی کار بکنیم، تو روزمره میریم پیش پیغمبر میپرسیم. بعد پیغمبر فوت میشه، حالا ما میخوایم حاکم تعیین کنیم، اول میخوایم ادامه بدیم به این مسیر. من ممکنه یادم بره این چیزی که گفتین، میگین ضمانت اجرا، این که گفتین تو اول تو قرآن یه سری مثالایی داریم به یه سری معجزاتی، درست؟ مجازات داریم. نه، ببینید، گفته که این کارو بکنید این کار، ولی نگفته که کی این کارو بکنه و تعیین نکرده که چطور انجام، اصلا هیچی، فقط گفته که ببین شما معیارهای خودتون رو دارید معرفی میکنین، این چون میگین که چون نگفته اینو پس معنیش این نیست که این باید قانون باشه. خب ببین ما اصلا توی یهودیت هم یک کتابایی داریم مثلا اسم کتابش قانونه، ولی نگفته کی باید اینا رو اجرا کنه، یه سری معجزات‌ها رو تعیین کرده، یه سری کاری گفته نکنید، بعد یه سری کاری گفته اگه بکنید معجزات میشین، ولی تعیین نکرده که کی باید اینا انجام بده، ولی معنیش نیست که این کتاب قانون نیست. اصلا اینا، من کتاب قانون امروزی هم اگه میخونم نگفته توش مثلا که توش توضیح داده که چی قانونی هست چی قانونی نیست، تو کتاب قانون امروزی هم نگفته کی باید چه جوری باید این قانون اجرا بشه، معنیش نیست که کتاب قانون نیست. چرا توی کتاب امروزی قانون ریز تا ریز، من قانون خوندم، ریز تا ریز توضیح میده که کی مسئول اینه که چه کاری انجام بشه، و حتی اگر اون کسی که مسئول نکرد چه
چرا برای ریسک نه دارید؟ مثلا من مشخص کتاب میکنه اگر منم کتاب قانون دیدم. من ببین نه ممکنه تو یک شما ببین مثلا قانون مدنی رو خوندی بعد مثلا بله یا مثلا کیفری رو خوندی ولی نرفتید مثلا آیین دادرسی رو بخونی. اصلا یه کتابی داریم به خب اسم آیین دادرسی، خب ولی درسته، ولی هیچ توی قرآن همچین چیزی نداریم. ما توی قرآن فقط داریم ببین که نه مثلا منظور من حالا ببین من برام میگم کتابای قانونی وجود داره. خب ما داریم کتابای قانونی که مثلا تمام تمرکزشون اینه که کی چه کسی باید این قانون ها رو اجرا بکنه، ولی کلی کتابای قانون داریم که اصلا در این موضوع صحبت نکرده. من خودم کانترکت لا خوندم تو دانشگاه، تو این کتاب چندین تا کتاب قانون من مطالعه کردم، تمرکزش روی این بود که چیز قانونی هست چه چیز قانونی نیست. اصلا تمرکزش روی این نبود که چه مجازاتش چیه، مجازاتش رو کی باید انجام بده و مجازاتش اصلا چی هست. اون کتاب قانون مثلا معنیش نیست که این کتاب قانون نیست به خاطر اینکه تعیین نکرده کی رو مجازات بکنه. خب درست. اصلا من میگم تو دین یهود اصلا کتاب داریم به اسم کتاب قانون، خب و این معنیش نیست که، ولی توش هم تعیین نکرده که چه کسی باید مجازات بکنه، معنیش نیست که این کتاب قانون نیست. یکی این، یکی هم که شما میگین که اسلامی که حالا جدا از قرآن اومد که بعد بیان بگین که تعیین کنن که جامعه رو ما چه جوری باید تعیین بکنیم که چه جامعه‌ای باشیم و چه جوری قوانین رو اجرا بکنیم، شما گفتین که اینا براشون مهم نبود که اون بر اساس اون چیزی باشه که گفتم مسلمانان لزومن اول نه گفتم لزومن لزومه. آخه این من نمیدونم این از کجا دارین میگیم، به خاطر اینکه اگه شما ببینید تاریخ متفکرین اسلام رو بخونید تمام حساسیتشون بر اساس این بود که تو مدینه چطور، اگه حالا نمیگم درست یا به درست یا به غلط، ولی چیزی که بیشتر از همیشه بهش برمیگشتن این بود که آیا این تو مدینه زمان محمد و اون مسلمانان اولیه اینجوری اتفاق میافتاد یا نمیافتاد. خب یعنی تمام نه تمام خیلی از استدلالاشون سر این بود که این باید اینجوری باشه چون زمان محمد مسلمان ها اینجوری رفت زندگی میکردن، یعنی همش یه برمیگشتن به اون مسلمانان اولیه. این استدلالشون قبول میکنم. بفرمایید. حالا در مورد اون بخش اولی که حرف زدیم، بذار اولی آخریه رو بگم که الان تو ذهنم بود. من این که میگیم که مردم خیلی دوست داشتن برگردن به اون اولیه، من نگفتم که اینجور نبوده، ولی گفتم اگر یه جاهای تضادی حس کردن بین رفتار اولیه مردم، اصلا یه جاهایی نمیدونستن اون در مدینه یا در زمان پیغمبر چه خبر بوده، و یه جایی هم حتی اگر میفهمیدن و تضادی وجود داشته بین زمان پیغمبر و الان و مجبور بودن سیستم رو جوری تغییر بدن که سیستم کار بکنه، تغییرش میدادن. مثلا فرض کنید الان تو حکومت جمهوری اسلامی اگه خیلی بهش فشار بیاد و فکر کنه که حجاب خیلی ممکنه با اصرار بر حفظ حجاب جمهوری اسلامی به خطر بیفته، مطمئن باشید حجاب رو ول میکنه، چون حفظ نظام از اوجب واجباته. یعنی اینجوری بگم که یعنی این نیست، قرار نیست ما حتما از نظر مسلمان ها قرار نیست که حتما این سیستم همون کاریو بکنه که 1400 سال پیش میکرد، فقط قراره که کار بکنه. حالا این نظر منه، من فکر میکنم اسلام اینه، این تعریف من از اسلام. برای اینکه بخوام اسلام رو از قرآن جدا کنم، ببین ما روی قرآن، شما اسلام رو قبول دارین؟ خب شما الان اسلام رو قبول دارین قرآن رو یا جفتشو؟ من جفتشو به عنوان دو تا چیز مجزا قبول دارم. یعنی چی؟ یعنی من قرآن رو به عنوان بر اون حدی که هست قبول میکنم، به عنوان که این تأثیر رو بر جامعه داشته، و مسلمانم هستم به این معنی که وقتی دارم تلاش میکنم یه سیستمی رو بسازم که برای جامعه من کار بکنه، سعی میکنم، یعنی اینجور میگم که از این پایه شروع نمیکنم که مهمترین ریشه مشکلات ما اسلامه و ما اگر اسلام رو از بین ببریم همه چی حل میشه، حداقل اینه که از این پایه شروع نمیکنم. من این ادعا رو نکردم، من این ادعا رو خودم نمیکنم. نه نه من نمیفهم، ولی خیلی این ادعا رو دارن توی ایران حتی که اگر اسلام از ایران بره همه چی حل میشه. خب ولی خیلی چیزا حل میشه. من فقط نمی... من نظرم اینه که خیلی چیزا، آره من میگم اسلام از بین بره خیلی چیزا حل میشه، ولی هیچ وقت همه چی حل نمیشه. معلومه که حل نمیشه، ما کلی عقاید مزخرفی که اسلام نباشه زیاد داریم و اونا همیشه برای ما حتی اگه عقاید مزخرف هم همه شون از بین بره، بالاخره مشکلات دیگه هنوز وجود خواهد داشت، بیماری، انرژی، چیزای دیگه. یعنی کسایی که اینجوری کلی گویی میکنن و ما آره خب بفهم داشت. خب خوبه که بدونیم، یعنی من میگم خوبه که تفکیک کنیم بین این دوتا که بدونیم قرآن چقدر در اسلام دخیله. ما مثلا اگر بالا همون ادامه رو بگم، اگر از 1400 سال پیش برگردیم بیایم این ورتر نگاه کنیم، در زمان
که وقتی که پیغمبر مرد ما هیچ روشی نداشتیم برای این که تعیین کنیم کی جانشینه. خب اولین مشکل همینجا پیش میاد و اصلا جانشین باید بذاریم یا نذاریم، یعنی هیچ کی هیچ چی نمیدونسته. بعد مردم شروع میکنن حالا به یه روشی یه جانشین، بعد جانشین بعدی، بعد جانشین بعدی، بعد میرن جلوتر و مثلا خلیفه گرایی رو باب میکنن، خلیفه گرایی با اون سبکی که بنی امیه داشته، نه به سبک مثلا اون خلفای اولی. البته اینا هیچ کدومش معلوم نیست اتفاق افتاده یا نیفتاده. دقیقاً حالا من نمیخوام بگم لزوما هم اتفاق افتاده، ولی میدونم که مردمی که مسلمان بودن در بره، اصلا کاری به اون دوره هم نداشته باشیم، همین مثلا 400 500 سال پیش ما که ما حکومت صفویه رو ایجاد کردیم، این که دیگه مطمئنیم وجود داشته حکومت صفویه، و بعد اومدیم تغییرش دادیم که و قاجار رو ایجاد کردیم، و بعد اومدیم گفتیم نه پادشاهی مشروطه باشه تو دوره در واقع قاجار، و بعد تغییرش دادیم و آخر سر که رسیدیم به ولایت فقیه، اینا رو که دیگه مطمئنیم وجود داشته. و اینا تئوریایی بوده سعی مردم مسلمان برای اینکه اون حکومتشون با اسلام همخوانی داشته باشه، در حالی که اگه شما قرآن رو بخونید آنچنان توصیه‌ای برای در واقع مدیریت سیاسی جامعه نداره، این توصیه داره ببخشید، تلاشی برای ساختن یه سیستم نداره، همونطور برای اقتصاد نداره. شما توی اقتصاد قرآن رو بخونید 4 تا توصیه بیشتر نمیبینید. قرآن گفته که بجنگین تا همه هر دین بشه دین اسلام، همه دین بشه دین الله. نگفته، نگفته. اینا گفته که ببینید وقتی که در جنگ بودن، قرآن یه آیه در جنگ بودن که یه کسی تو لایو چت به من بگه، نه نگفته فقط تو جنگ، گفته همه دین همه جهان. یه کسی تو لایو چت این آیه رو به من بده، من فکر کنم من یادم یه آیه بود دقیقاً گفت گفته بجنگین تا هر همه دین، نه الان همه دین همه جا بشه دین الله. شاید من نخوندم، چون من فکر میکنم تا جایی که من خوندم همیشه این بوده که توی قرآن وقتی که در مورد دین حرف میزنه، ان دین عند الله الاسلام، یعنی دین اصلا پیش خدا اسلامه، یا جاء الحق و زهق الباطل، وقتی که حق بیاد به طور طبیعی اصلا باطل از بین میره. یعنی خدا توی قرآن ما اساسا بقیه دین ها رو هم بخشی از اسلام میبینه، بقیه دین ها رو هم، نه اینکه اساسا چیزی به اسم اسلام تعریف نمیکنه، البته این ساخته خود ماست، ولی همه دین ها رو بخشی از اون نظری میگه که خودش توی قرآن گفته. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم آرمین، اینو در مورد قرآن ببینید، شما اگه قرآن رو بخونید خیلی تلاشی از طرف خدا نمیبینید که اثبات کنه که حرف من درسته. یعنی خدا میگه که این اشتباه، اینو من دیگه یادمه، بذار این همه شی میگه پدر ما رو کافرها رو تو قرآن در آورده، همه شی 10 بار، اولا که هر دعایه تو هر دعایه 3 بار تذکر دادم، الان دارم مبالغه میکنم، تذکر میده که شما اگه کافرین پدرتون رو من در میارم، شما کافر نباشین، به خدا اعتقاد داشته باشین. نه کلی آیه هست که میگه که مگه میشه کسی به خدا اعتقاد نداشته باشه؟ آفرین، من مگه نمیبینی؟ حرف من گوش نکردی. من منظورم این بود که استدلال نمیکنه، نمیشینه دو تا برای اینکه استدلالی نه، خب برای اینکه نداره چیزی، برای اینکه نداره، برای اینکه منطقی نداره. بذار من این آیه رو بیارم، من این آیه رو فکر بذار من آرمین بذار من منظورم بگم، منظورم این نیست که خدا نمیگه که حرف من درسته، خدا میگه، ولی میگه سند این که این حرف درسته اینه که من گفتم. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که میگه که آفر دقیقاً مغلطه خدا رو پیدا کنه، ببین مثلا فرض کن من پدر یه بچه‌ایم و به بچه‌م میگم که پفک نخور، بعد میگه که مثلا میگه چرا بابا پفک نخورم، میگه من بهت گفتم دیگه، اینجوری نمیگم که بشین پفک خوردن. این میشه بگین این مغلطه انگلیسیش میشه بگین دی کوشن، فارسیش رو نمیدونم چی میشه، ولی بعدم ای چقدر فکر خوبی دیدی هست، ما بریم مغلطه های قرآن رو پیدا کنیم. ولی این آیه رو نگاه کن قرآن... عربیت خوبه، الان توی لایو چت میگفت تو این قرآن نیست، این روایت. خب پس این چیه؟ اینو من درست and fight them until there is no fitna and total obedience becomes for Allah. So if they desist, then Allah indeed will show. نه من اینو آیه است که میخواستم. And all religion is for Allah. اینو عربیت خوبه، میتونی عربیش بخونی؟ آره و تو وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه. ببین این که دقیقا مشخصه، حالا نمیخوام کل الله اینا فتنتون و یکون الدین و یکون الدین کله لله کله لله اینها دیگه، اینا خب دیگه نیست. ببین وقتی میگه که این تا حدی اون مفهومی که تو خواستی میگم، ترجمهش این میگه که و باهاشون بجنگید و بکشینشون تا زمانی که هیچ فتنه ای نباشه، هیچ
فتنه به معنی آشوبی یه همچین چیزی میشه، هیچ آشوبی یا فتنه ای نباشه، این قسمت اینجاشو و کار دین دارم، و کل یکون حل الدین و یکون الدین کله لله، و کل دین برای خدا بشه، برای الله بشه. ببین شما دو تا تفاوت هست، اول اینکه درک کن که مسلمان ها کافرهای همون زمان هم الله رو قبول داشتن، و این نیست که الله یه چیزی باشه که توی اون جامعه به طور کامل بیگانه باشه. یعنی بذارید من یه مثال بزنم، حالا بذار همین اول همین توضیح بدم بعد برم سراغ اون ببین مثال یه بعد. چیزی که میگه ببین که یه چیزی همه رو بگو بکشید تا زمانی که دین فقط برای الله بشه و فتنه ای نباشه، اینو من قبول دارم. خب ولی این با این پس زمینه بوده که در جنگ بودن مسلمان ها، و با این پس زمینه بوده که اون دوره هم غیر مسلمان ها هم از ابزار زور استفاده میکردن برای تحمیل دینشون به اسلام مسلمان ها. یعنی این دوره شما، من میگم وقتی قرآن رو میخونید خیلی مهمه بدونید که این کتاب برای چه دوره ای اومده. اگر الان بوده، اگر الان قرآن میومد، شاید میگفت که و ظریف را به مذاکره بفرستید تا شاید مسئله ها را حل کند، اینجوری. یعنی من فکر میکنم، و ولی برای اون دوره ببین اینجوری نه گفته که دیویس تو اگه اسلام و اگه میشناسی چجوری برداشت مردم از اسلام و داستانهای زمان محمد و قرآن خوب خونده باشی، خب میدونی که وقتی که قرآن وقتی که داره قرآن، حالا تو ببین قبل از اسلام عربا اسم الله می آورده، خب ولی تمام قرآن وقتی داره میگه دین الله، خب منظورش اون چیزیه که این کتاب دین حساب میکنه. خب یه چیزیه، منظورش این نیست که هر کسی هر چیز. حالا مثلا تو میتونی ببین، تو اگه بخوای جیمناستیکلی برداشتای خیلی عجیب غریب از اسلام از قرآن داشته باشی، قرآن رو میتونی بکنی یکی از بهترین انسان دوستانه ترین کتاب دنیا. خب من با یک کتاب آشپزی هم میتونم این کارو بکنم. خب من با کتاب آدولف هم میتونم این کارو کنم. خب من میتونم بگم که ببینید مثلا دین الله برداشت من اینه که هر کسی راه زندگی خودشو داشته باشه و داره یه کار خوبی میکنه، این میشه دین الله. من هر برداشتی دارم میخوام میتونم از قرآن بکنم و یه جوری نشون بدم که مثلا این کتاب اتفاقا خیلی خوبی هم هست. خب ولی کسی که داره صادقانه داره صحبت میکنه و قرآن میخونه میدونه که وقتی که قرآن داره درباره دین الله صحبت میکنه، یعنی راه من یا هیچ، یا اینکه بمیر. یعنی اینکه بجه، یعنی دین الله منظورشون نیست که حالا این کسایی هم که کافر نیستن اونا هم الله میگفتن الله. دین الله یعنی چیزی که ما داریم میگیم، یعنی چیزی که این کتاب داره میگه، روش شما یا زانو بزن خب یا بمیر. منظورش اینه. خب دین الله یعنی یا دین زانو الله بزن. یعنی راه ما، یا راه ما یا برو بیرون، یا که یا راه ما یا چی. خب دین الله یعنی که چیزی که این کتاب میگه، یعنی این خب کتاب حالا رو یه کاری قبول کن، کن. ببین یه کاری کن، این آیه ای که الان آوردی میشه آیه رو توی قرآن ببین چه آیه یه، و همین رو سرچ کن توی قرآن بیار، میخوام ببینم همین چی؟ آیه قبلش، این آیه ای که الان آوردی نشون دادی، میخوام ببینم قبلش و بعدش آیا در مورد یک جنگ داره صحبت میشه یا نه. مسلمان ها در صلح و صفا با یکی دیگه نشستن دارن حرف میزنن، و بعد یهو خدا گفته که حواستون باشه، شما دینتون دین حقه، باید دینتون رو به زور تحمیل کنید به همه. اینو میخوام ببینم. خب آیه قبلش رو بیارم یا بعدش رو؟ منم یه چیز قبلش رو بیارم. نمیتونید قرآن رو بیارید یه به جایی که باشه، یعنی مثلا چند تا آیه کنار هم باشه، چند تا آیه کنار هم بذار، این نمیذاره چند تا آیه کنار هم بذار حساب کن، همون تو گوگل به فارسی بنویسید متن سوره، این همشو میاره. من کیبورد فارسی ندارم. این نشد دیگه. حالا من قبلش آورده این آیه، ای آیه قبلشه، قبلش آوردم 39 بود، حالا دیگه همینجور قبول کن دیگه، من 38 رو میارم دیگه، ما دیگه 39 رو دیدیم چی بود، 38 رو دیگه حالا قل اینه. خب بذار من انگلیسیش رو بخونم. این ترجمه پیکتال: Say to the unbelievers if now they desist their past would be forgiven them but if they persist. آها داره میگه که اگه به کافران داره میگه که اگه که کفرشون رو بذارن کنار میبخشینمشون، ولی اگه ادامه بدن به کفرشون
مجازات the punishment of those before them is already met. داره اختار میده به مجازات به ما کافرون. آها میگه به قل للذین کافرون به کافرون میگه به کافرا اختار بدین بگین که اگه که کفرشون رو بذارن کنار ما میبخشیمشون ولی اگه به کفرشون ادامه بدن پدرشون رو در میاری. یه اختاره. ببین یه چیزی هم بگم، این دفاعی که مسلمان ها میکنن که این مال اون موقع یک زمان جنگ و یه همچی حالتی بود. خب ببین این آیه قرآن اگه بخونی همش داره میگه که کافر یا کفر به خاطر کفرشون. خب آیه قرآن نمیگه که اینایی که به ما حمله کردن در این زمان، خب میگه این کافرون رو بزنین پدرشون رو در بیارید، این کافرون رو بزنین بکشینشون، ببین... این کافرون رو میبخشیم. ببین نمیگه که کافرون رو میبخشیم اگه حمله نکنن، همین آیه که گفتی قبلش رو بیار. خب میگه کافرون رو میبخشیم اگه کفرشون رو بذارن کنار، اگه کفر نکنن. ببین یعنی حتی اگه مسلمانان که میگن که این مال یک جنگی مال اون زمان بوده، ببین حساسیت قرآن همش همه جا به این نبوده که اینا دو داشتن به ما حمله میکردن، حساسیت قرآن همش به این بوده که اینا کافر بودن. درسته درسته. مشکل الله با ما این نیست که آه شما حمله کردی به من. بگو. ببین از دو تا دید نگاه کن به قضیه. اول این که مبنای فکری قرآن چیه؟ مبنای فکری قرآن، ما اصلا یه سوره داریم توی قرآن صراحتا کافرون، میگه که قل یا ایها الکافرون لا تعبدوا ما تعبدون، میگه که بگو به کافرا اون چیزی که شما میپرستید ما نمیپرستیم، اون چیزی هم که ما میپرستیم شما نمیپرستید، لکم دینکم ولی دین، دین شما برای دین خودتون، دین ما هم برای دین. این آیه مکی بود، این آیه مکی بود. آره خب حالا اینو بگم. آره این زمان این آیه که الان ما داریم میخونیم، بذار من اینو توضیح بدم. اون آیه که داری میگی موقع زمانی بود که محمد تو مکه بود، هیچ قدرتی نداشت، وقتی میگفت لکم دینکم ولی دین، میگفت بذاری من کارامو بکنم. خب نمیگفتش که من با شما کاری ندارم، میگفت شما دست از سر من بردارید. بعد که زورش رسید قوی شد، بعد دیگه نگفت لکم دین نکن ولی دین، بعدش گفتش که هرکی کافره پدرشو دریارید. من از دید من، ببین این از دید کسیه که خدا رو قبول نداره، و از دید من اینجوری نیست. خود دید من این خود منم بگم مسلمان خود مسلمان هم اشتباها قبول کردن شاید. من میگم دید من اینه. این مثل میدونی چیه، مثل اینه که ما قبول کنیم همون چیزی هست میگید که مثلا میگید که حالا ما خدا رو قبول نداریم ولی احتیاط میکنیم، بعد رفتیم اون دنیا، اگه ما مثلا خدای وجود داشت پیروزیم، بعد واقعا این خدا رو تبدیل میکنه به یک موجود پلشت که مثلا همینجوری ریاکارانه هم قبولش داشته باشی خوبه. این حرفم خدا رو تبدیل میکنه و پیغمبر رو تبدیل میکنه به یک موجود پلشت که تا زمانی که زورش نرسیده گفته لکم دینکم ولی دین، وقتی که زورش دین رسیده گفت خب حالا لکم دیننا، دین ما به زور برای شما. اینجوری نبوده به نظر من. به نظر من اون اولی که میشنوید که داری فرض میکنی خدا وجود داره. خب ببین تو این حرفت به این فرضی هست که خدا وجود داره. خب اگه فرضیه دین باشه خب بله. ببین خسته نباشید، شما میگی که اگه خدای وجود داشته باشه و خدایی باشه که خوب باشه و اینم دینش باشه، خب نمیتونه منظورش اینا باشه. خب اگه اینجوری بخواید اصلاح کنید خب بله قبول. خب اون اگرات از کجا بردید؟ خب نه حالا میخوام بگم که میتونم بگم منم قبول اگه واقعا یه خدای خیلی خوبی وجود داشته باشه و اینم دینش باشه، پس نمیتونه که همه برداشت من حتما اشتباه است. خب ولی شما این اگر رو تونستی ثابت بکنی بعدا منم میام قبول میکنم، ولی این من میگم خب؟ یه متنی رو ما پیدا کردیم، و تفسیر شما از این متن اشتباهه. یعنی شما میگین که این متن به این دلیل اینجوریه، به این دلیل اینجور نشون داده میشه که یه زمان زور پیغمبر نمیرسیده بعد زورش رسیده. من میگم اینجور نیست. این متنی که شما میخونینش و یک جایش میبینین که پیغمبر داره آروم با دیگران حرف میزنه و یک جایش حالا قرآن البته داره میتازه به بقیه، به این دلیل که اون اولی که داره حرف میزنه داره مبانی فکری رو میگه و اون آخرش هم که مثلا داره میجنگه در واقع به خاطر اینکه جامعه مسلمین تشکیل شده و حالا داره تقابل جامعه مسلمان ها با سایر جامعه ها رو میگه و میگه که حالا بهتون حمله کردن شما باشون بجنگین بکشینشون. خب. اگه اینجوریه
ببین میدونی دیوی چی سیاست میگم؟ دو، اولا که واقعا چه زمان اون زمان چه اتفاقی افتاده که این آیه ها اومده، اینو که هیچ کسی نمیدونه، هیچ سند واقعی براش وجود نداره. خب میتونیم حدس بزنیم. خب موضوع اینه که با توجه به داستانهایی که داریم و قرآنی که دست ما هست، راحت ترین برداشت، محتمل ترین برداشت چیه؟ خب و آیا این برداشت هایی که احتمالش وجود داره خطرناک هستن یا نیست؟ خب شما هر برداشتی رو دلتون بخواد میتونین با یک منطق ژیمناستیکی بیان از همه برداشتی رو بیان توجیه بکنین از قرآن. خب ولی قرآنی که ما الان داریم دستمون، خب قرآنی که این برداشتایی که من دارم به شما میگم برداشتایی که خیلی راحت تر ازش. خب من نمیگم که مثلا تعداد مسلمانایی که این برداشت دارن معنیش اینه که این برداشت درسته. خب من میگم تعداد مسلمانایی که زیادن و این برداشت داشتن تو طول تاریخ معنیش اینه که این برداشت از همه برداشت‌های دیگه محتمل تره. خب یعنی قرآنی که داره میگه که به کافران تو بجنگین تا همه دین بشه دین الله، کتابیه که یک همچین برداشتی از همه برداشت‌های دیگه ازش راحت تره. برداشتی که بگیم که خب قرآن گفته که همه دنیا رو باید اسلام بکنیم، این راحت ترین برداشت ازش. شما میتونین، یا من میتونم معنی این کلمات هر جور دلم بخواد عوض بکنم که این کتاب خیلی قشنگ هم بشه و خیلی کتاب انسان دوستانه‌ای بشه، ولی این ما واضح ترین برداشته. این واضح ترین برداشته. حتی اگرم شما میگین واضح ترین برداشت نیست، که کسی که این کتاب، اگه خدایی که شما میگین وجود داره، خیلی غیر مسئولانه این کتاب نوشته، برای اینکه شما باید میدونستین که همچین برداشتی ازش راحت خواهد بود. کتابی که توش نوشته با همه کافر رو بجنگین تا همه دین بشه دین الله، اگه منظورش این چیزی نبود که من برام فکر میکنم، واقعا کسی که اصلا نوشتن کتاب بلد نبوده، چون یه چیزی نوشته که بهترین برداشت ازش اینه که با ما کافران باید ابد جنگید. خب یعنی نمیتونیم بگین یه همچین برداشتی ازش غیر، یعنی برداشت خیلی غیر منطقیه. یعنی من میگم این برداشت من غیر منطقی نیست از این کتاب. خب و اگه این برداشت غیر منطقی نیست، پس این کتاب باید یه جور دیگه نوشته میشد اگه نمیخواست این برداشت ازش بشه. یکی هم که بازم تو داری میگی که بعدن که جنگ شد و فلان و اینا. خب ببین من دارم میگم، این داره میگه کافرون، نمیگه کسی که به ما جنگ کرده. ببین من فرض کن که من یه جنرالم، خب دارم علیه داعش میجنگم، یه جنرال مثلا یه کشور مثلا ناتو، خب دارم حمله میکنم، دارم به بعد تو بیسیم دارم میگم که داعشی ها مثلا اومدن اونجا به اینا حمله کنید، خب اونجا هم دارن حمله میکنن، برین جلو بکشینشون. خب فرض کن من به جای اینکه بگم به داعشی ها حمله کنید، خب داعشی ها دارن میان جلو، این جنرال بگه که مسلمان ها اومدن، مسلمان ها رو بکشید، مسلمان ها رو بمبارون کنید، یه نفر میاد گیر میده میگه اه تو چرا همه شدیم به مسلمان ها، بگو داعشی ها. خب یه نفر میاد گیر میده میگه این حرف بده، اینجوری میگه مسلمان ها رو بکشید. خب یعنی به یه جنرالی یه کسی میاد گیر میده، چرا داری اینجوری میگی داری همش میگی مسلمان ها رو بکشید. خب برای همین اگه ما به یه همچین جنرالی گیر میدیم، برای اینکه انگار مثلا بابا این جنرال مثلا که اصلا ما مسلمان ها باشه، همه مسلمان ها رو میخواد، مشکل داره، یعنی یه عقده ای علیه مسلمان ها به نظر میرسه. خب ما اگه یه همچین نقدی از یه جنرال میتونیم بکنیم توی جنگ، چرا از این کتاب شما، از این کتاب قرآن نمیتونیم همچین نقدی بکنیم؟ حالا بگیم همون زمان مال فقط اون کسایی بوده که اون موقع داشتن به محمد حمله میکردن، این قرآن عقده ای علیه همه کافرون، هم نمیگه که اونا رو، اینایی که به ما حمله کردن رو بکشین، میگه کافرون، میگه همش هم میگه کافر. بعدم تازه اگر هم شک داری خودش هم مثلا هی میگه که اینا رو حمله کنین تا که کفرشون رو بذارن کنار. یعنی خودش داره به واضح ترین شکل نشون میده که مشکلش با دشمنیش با اینا با خاطر کفرشونه. من نمیدونم چه جوری دیگه واضح تر از این بگه. بفرمایید. خب من قبول دارم که دشمنی خدا با کافران به خاطر کفرشونه، و اولا ببین این که من گفتم که نمیدونم چطور بگم، ببین این که من میگم که قرآن داره میگه که با کافران به جنگید، من قبول دارم، ولی شما مثل این که مثلا 1400 سال دیگه از الان به بعد اون واژه داعش معنیش رو عوض کنین و بعد یه گروهی بیان بگن ما داعشیم، خب و عقاید دیگه ای داشته باشن، یعنی این که شما الان مثلا میگید ما کافرم، تو همون کافری نیستی که 1400 سال پیش وجود داشت. وقتی که خدا میگه کافر، شاید برای همون اون دوره، یعنی خود کافر به معنی این نیست که کسی که خیلی راحت نشسته یه گوشه و داره نقد میکنه اسلام رو و داره میگه که حالا اگر استدلالی برای خدایتان دارید بیاورید. اینجور نه، نیست. این حرف اشتباه، این حرف اشتباه. چون شما اگه قرآن رو بخونید همیشه نقطه برعکس کافر که
کسایی هستن که دین اسلام رو قبول کرده، که نمیگه دین اسلام، من که اسلام نداریم مثلا اون موقع، میگه این قرآن رو واقعیتش رو قبول کرده. خب یعنی قرآن خودش خیلی واضح کرده که کسی کافر نیست، نه اینکه کسی که با ما نجنگی کافر نیست، نه اینکه کسی که با ما بیادبی نکنه کافر نیست. کسی کافر نیست یعنی همون معنیه که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم. قرآن خیلی واضح میکنه که کسی واقعیت این کتابی که دارید میخونید و قبول بکنه و قبول بکنه که این کتاب درسته و از خداست و خدا رو قبول کنه و محمد و پیغمبر خدا حساب بکنه، این دیگه کافر نیست. فقط این یعنی معنی کفر رو خیلی خوب خیلی واضح توضیح داده قرآن. یعنی از نظر تو توی قرآن معنی کفر اینه که کسی که این چیزی که این پکیجی که تو گفتی رو قبول نکنه میشه کافر. دقیقه. برای اینکه همین آیه هم که مثال زدیم خودش یکیش بود. و بعد خدا میگه که شما میتونید حکم بدید به کشتن اینا، درسته؟ نه گفت بکشید به هر کسی که نه و خدا حکم میده یا بک میگه، در واقع دستور میده که اینایی که این کارو کردن بکشید، درسته؟ بعضی جاهای قرآن نمیگه. و اون جاهایی یعنی هیچ دفاعی نمیکنه از این که با اینا مسالمت آمیز برخورد کنین. نه داره مثال داره که مسالمت آمیز هم استفاده کنین، ولی مثال حتی مسالمت آمیز بدتر، یعنی میگه که ایشون توهین هم نکنین، باشون بیادبانه هم حرف نزنین. ببین این یه مشکلی هست که خیلی مسلمان ها انجام میدن. ما مثالایی داریم یه جاهایی که مشکل تو قرآن هست که خیلی ضد کافره و خیلی خشونتگراست و خیلی هم حتی خشونتگرا نباشه، بعضی جاهاش دشمنی رو فقط با کافران قابل قبول میکنه، حتی فقط به خاطر کفرشون. بعد یه مثالی دیگه یه جای داریم اونجا گفته که مثلا اینجا باهاشون دشمنی نکنین، اینجا دیگه جنگ نکنید فلان و اینا. خب انگار که اون جاهایی رو که مثال میزنید که مثلا حالا اینجا گفته جنگ نکنید، انگار اون جاهای بعد دیگه شو پاک میکنه. خب پاک نمیکنه. میگم مثلا چه، مثلا من اگه بگم که مثلا زن تو فلانی زنه دیگه چیز کرد پروی کرد بزنش، خب بعد مثلا من یه روز گفتم حالا امروز نزنش، انگار مثلا روزایی که گفتم بزنتش رو پاک کرده. میدونی ازم چیه؟ خب این مثلا این تمرکز روی اون آیه هایی که فوت دارین فوت میکنین تو میکروفون، تمرکز روی اون آیه هایی که تو دوست داری باعث پاکی اون آیه های بعد دیگه قرآن نمیشه. یعنی میگی که چون یه جای از قرآن گفته که کافرها رو بکشید، پس جای دیگه اگر گفته که باهاشون به نیکی برخورد کنین، این دقیقا ملاکی نمیشه سر این که قرآن درسته. یعنی ممکنه بگیم که قرآن غلطه به خاطر این که کلیت قرآن رو من سر حرفم سر اینه، شما نمیتونی کلیت قرآن رو ببری زیر سوال وقتی که میگی که این جای قرآن این حرف اشتباه رو زده. به خاطر چی؟ به خاطر این که اولا شما باید بدونی اون آیه‌ای که میگه وقتی که میگه بکشینشون، آیا در واقع شرایطش چی بوده؟ چرا یه زمانی گفته که من چرا یه زمانی گفته بکشینشون و چرا یه زمانی گفته که نکشینشون، باشون به نیکی برخورد کنین؟ چرا یه زمانی گفته خدا گفته که حتی به بت‌های اونها هم توهین نکنین که شما اونها از روی نادانی برمیگردن به خدای شما توهین میکنن؟ خب ببین بهترین یه زمانی گفته برده... که اونها رو بکشین به خاطر اینکه همون بت رو قبول داره اصلا. خب راحت ترین برداشت خب اینی که اون آیه ها مکیان، اون آیه ها مدنیان. خب شما یه برداشت دیگه دارین، راحت ترین برداشت اینه، یعنی واضح ترین برداشت اینه. حالا شما میتونید دلایل دیگه هم بیارید. خب ما دو تا آیه ولی... جفت آیه‌ای که من گفتم مدنیان، جفت آیه‌ای که من گفتم مدنیان، این که آیه‌ای که میگه که باشون به نیکی برخورد کنین و خب باشه اینو قبول. ولی یه چیز من دارم میگم که من اینو توضیح دادم، گفتم اونهایی که اون آیه هایی که گفته، حتی اگر فرض کنیم که مثلا این آیه ها فقط برای اون زمان بوده، خب که اینجوری هم البته هست، برای اینکه کسایی که قرآن نوشتن اصلا نمیتونستن تصور بکنن که یه زمانی قرار دنیا به همه اسلام و دنیا، یعنی اصلا برداشتی از آینده جهان نداشتن اون موقع. خب من چیزی رو که دارم میگم اینه که این کتاب هدفش برای زندگی امروز چی بوده، این اصلا جدا از بحثه، برای اینکه اصلا من فکر نمیکنم کسی همچی اصلا نقشه داشته باشه بر همه جهان اون موقع. خب اون تصور مردم اون زمان از دنیا چیز دیگه بوده. ولی من چیزی که برام مهمه اینه که
کسی که امروز قرآن رو میخونه راحت ترین برداشت، محتمل ترین برداشت چیه؟ خب و ما وقتی که یه کتاب، حتی اگرم بخوای شما توجیه بده، یعنی استدلال بکنی که این حمله ها مال یک زمان خاصی بوده و ربطی با بقیه کافر رو نداشته، خب من میگم این آیه ها جوری نوشته شده که داره میگه دلیل حمله کافر بودنشونه. خب یعنی اسمشونو کافر میاره. ببین شما حتی اگر شما بخواهم بگین شما به خدا اعتقاد دارین که منظورش این نبود، با اشاره کردن به کفر این مردم و کافر بودنشون یک جوری این کتابو نوشته که برداشت این که ما باید حمله بکنیم به کسایی که کافرن به خاطر اینکه کافرن راحت میشه. خب یعنی نگفته که کسانی که به ما حمله کردن و از خودتون دفاع کنید و بکشیدشون، گفته به کافرون حمله کنید. منم مثال برای شما آوردم. اگه حتی ببین من دارم میگم که فرض کنید که یک جنرال میخواد حمله کنه به یه سری داعشی و دستوری که داره میده برای حمله به همه مسلمانان جهان نیست، داره میگه فقط به این گروه الان حمله کنید. این گروه هم که داریم بهش حمله میکنیم مسلمانن. یعنی اگه به این مسلمان حمله کنیم واقعا اینا مسلمانن. ولی اگه به جای داعشی بگی که این مسلمانا رو بریم بزنیم بکشین، خب مردم شکایت میکنن، میگه تو مگه مشکل داری با داعشی ها یا مشکل داری با همه مسلمان ها؟ تو انگار یه برو تو یه انگار مشکل تو دست جنرال نباید باشه، تو انگار یه مشکل رب... این خطرناکی، برای اینکه ممکنه به یه مسلمان اینجوری که داری صحبت میکنی ما نگرانیم که یه موقع ممکنه به یه روستایی حمله بکنی فقط به خاطر اینکه مسلمان، حتی اگه داعشی هم نباشه. خب یعنی یه همچین روش حرف زدنی نشون میده یه عقده‌ای وجود داره علیه مسلمان همشون. برای همین این جنرال اگه ما بذاریم کنار به خاطر این نحوه حرف زدنش، این خدای شما رو ما باید بذاریم کنار. برای اینکه وقتی داره میگه حمله میکنیم به این کسایی که با ما حمله کردن، همش داره میگه اینا کافرن، کفر دارن میکنن. حتی اگه جای دیگه گفته خب اینجا حمله نکنین، این روش حرف زدن خطرناکه برای راحت کردن حتی اگه منظورم این نباشه، راحت کردن برداشت این که ما باید دشمنی بکنیم با هر کسی که کافره، اینو راحت میکنه. این روش برداشت رو راحت میکنه حتی اگه منظور این نبوده باشه. حالا من دو تا جواب میدم. اول اینکه با جواب قبلیمو تکرار میکنم، این که میگه بکشینشون به خاطر اینکه کافرن، به نظر من این بوده که بکشین به خاطر اینکه داعشی ان. چرا؟ چون کفر همین معنی رو میداده. یعنی کفر وقتی که اون موقع به نظر من اصلا واژه کفر یعنی پوشاندن، نه یعنی یه حالت انفعالی نداره، قبول نکردن نیست. خب کفر به معنی پوشاندنه، به معنی اینکه کسی که میخواد یه چیزی یه حقی رو از بین ببره. و من فکر میکنم، حالا این استدلال منه و بعد اگه بار بعدی اومدم سعی میکنم آیه هایی که این معنی اثبات میکنه از قرآن که من نشون میده که کفر به این معنیه که یعنی کسی که عملا داره با ما میجنگه. و حالا دفاع دیگه هم از قرآن، ببین مثلا خیلی الان... ببین این خیلی خیلی داری بازی میکنی با کلمات کفر رو بخوای ببین 262 ببین کفر دقیقاً به معنی، اگر من میگم اگر کفر به این معنی بود، اگر نه ببین 262 نشست توی خونش و قبول نکرد اسلام رو و بعد شما برید به زور تحمیل کنید به اون توی قرآن، من قول میدم بهت قرآن رو میدارم کنار، من قول بهت میدم. ولی من قول بهت میدم که به هیچ وجه همچین معنی توی قرآن نیست. یعنی اینجور ولی نیست اگه تو بخوای ببین، تو اگه بخوای کفر رو ترجمه بکنی به اینکه کسایی که دارن با ما میجنگن، خب واقعا داری بازی میکنی با معنی کلمات. خب نه نه من نگفتم کفر رو کفر این معنی رو میده. من گفتم کفر گروهی که بهشون کفر میگه در عکس و جایی که بهشون میگه باشون بجنگید این معنی رو میده. یعنی یعنی حالا بذار من یه مثال دیگه بزنم تا منظورم بذار. نه نه قبل از اینکه برسی به اون یه چیزی گفتی اون آیه‌ای که من گفتم، یه نفر تو لایف چت داره میگه اون آیه‌ای که بهش اشاره کردی که گفتی چیز آیه رو بیار، نمیدونم گفتن انعام 108 مکیه، اونی که گفتی مدنیه گفت مکیه. آیه 108 انعام رو بیار ببینم شاید انعام چی میشه؟ انعام سوره چنده؟ نمیدونم من. انعام ورس آرمین میشه من یه چیز دیگه بگم در مورد یا باید سکوت کنم؟ یه لحظه انعام میشه کتل درسته؟ بله اینه درست آورده؟ این آیهی که خودش خودت آوردی، این همون آیهی که اول کار آوردی و تو گفتی من گفتم این مکیه.
آه نه ببخشید، من اشتباه سکرینم رو اشتباه شیر کردم، ببخشید یه لحظه. stop screen screen share chrome tab and این رو بردم، ببخشید. اینه درسه؟ and آم 108 نه ننوشته برای من که این مکیه مدنیه، کجاش می نویسه؟ چجوری می فهمیم؟ این قرآن ها معمولا کنارشون می نویسه. خب من کیبورد فارسی ندارم، میگن تو لایفچت دارم برای می نویسم بریسین این آم 108. خودتون تو لایفچت به ما بگین اگه مکیه، میگن مکیه دیگه، من قبول بگیم مکیه. خب اینی که اشتباه کردی فکر کنم. حالا اشکال نداره، بگو حرف. یه چیز دیگه میخواستم بگم، ببین مثلا من الان قرآنو که میخونم، مثلا فرض میکنم یه فضایی هم اومدم روی زمین و قرآنو میخونم و بعد میخوام ببینم دید قرآن نسبت به همجنسگراها چی بوده، میبینم که توی قرآن یه سری آیه داره در مورد قوم لوط و بعد قوم لوط رو بررسی میکنم، میبینم سرنوشتشون اینه که قرآن همه اونا رو هلاک کرده و بعد میبینم که حالا میخوام ببینم که آیا برخورد مسلمانهای فعلی واقعا با قوم لوط همون جوری بوده که خدا میخواسته یا نه. یعنی خدا توی قرآن هیچ جایش اشاره نکرده که همجنسگرایی بعد محاکمه بشه. یعنی وقتی که ببین مثلا وقتی که خودش محاکمه میکنه خیلی 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 مجزا از این که دستور بده که شما که مسلمانی دارید محاکمه کنید، ولی مسلمان ها دوست داشتن توی طول تاریخ دوست داشتن که اینجور برداشت کنن که قوم لوط به خاطر این که همجنسگرا بودن هلاک شدن و بعد بیان براش توی رساله های علمیه خودمون عملیه خودمون نوشتن که مثلا اگر کسی که این کارو کرد این محاکم نشه. این روش من میدونم، این روش من میشناسم. ببین قرآن به اندازه کافی به طور واضح یه سری چیزایی داره که کاملا غیر انسانیه، خب ولی اسلام بجز جدا از قرآن یه سری چیزای دیگه داره که اونام تو حدیث و توی تفسیر و توی چیزای دیگه شون یه سری چیزای دیگه داره که اونام به شدت غیر انسانیه ولی تو قرآن نیست. خب دلست. خیلی از مسلمانایی که میخوان از قرآن دفاع کنن میان دست میذارن روی سری چیزایی که مثلا توی حدیث هست و تو قرآن نیست، میان میگن میدونستین این تو قرآن نیست و میان تو کشور غربی هم اینجوری خیلی از اسلام دفاع میکنن، میگن که این که مثلا دیدین که فلان آها میدونستین سنگسار اصلا تو قرآن نیست، البته تو خیلی میگن بوده باز خوردتش، ولی خب میگن میدونستین که سنگسار تو قرآن نیست و پس چون تو قرآن نیست پس ببین همه فکرایی که شما میکنین از اسلام که از قرآن که مثلا یک کتاب غیر انسانی اشتباه است، برای اینکه این چیزی که شما فکر میکردین اسلامیه هیچ جای قرآنی رو نگفته. میگم خب خسته نباشید، درسته که این تو قرآن نیست ولی تو قرآن به اندازه کافی ما چیزایی داریم که کاملا غیر انسانی. حالا اگه اون تو قرآن نیست معنیش این نیست که بقیه قرآن خوبه. خب من از این روش خیلی زیاد دیدم. خب البته شما هستین که حدیث رو خیلی عاشق قبول ندارین، خیلی اکثر ما باید اینم توضیح بدیم به کسای دیگه که نمیگم حالا این اسلام واقعی هست یا واقعی نیست، ولی اکثر مذاهب اسلامی حدیث رو قبول دارن و اونا تو حدیث خود فکر کنم تو هم قبول داری که دستورهای غیر اخلاقی مثلا خیلی توش زیاد هست، درسته؟ خیلی 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 ولی ببین تو قرآن، ما قرآن کتابیه که حالا میگه زن تو بزن که اونو دربارش زیاد صحبت کردیم، میگه که توی جنگ میتونی یعنی برده جنگی رو بگیری، خب چیزی که دست راستت مثلا میتونه میتونی بری هر کسی که آها میگه که با یک زنی که شوهر داره هیچ وقت همبستر نشو مگر اینکه تو جنگ اینو به عنوان برده بگیری. خب تو قرآن خیلی فکر میکنم ما باید بریم سراغ حدیث که مثلا نشون بدیم که بچه همسری توی اسلام هست، ولی نه خود قرآن هم گفته که از زنانی که میخواین طلاق بگیرین جوری که باید رفتار بکنین بستگی داره به این که اونایی که چی میشه پریودشون رو دارن یا ندارن، یعنی که نشون میده که شما میتونین طلاق بگیرین نزنی که هنوز حتی پریودش هم نداشته، یعنی خود قرآن بچه همسری رو توش نشون میده که قبول داره. یعنی اینا ما به این تا حالا میدونم احتمالا روش های مختلفی داری که بیای نشون میده که اینا همشون ما برداشته ما از اینا غلطه، ولی حتی تو اگه این فکرم بکنی که برداشته ما غلطه از قرآن در برای این آیه ها
باید قبول کنی که این برداشتا احتمال این برداشتایی که ما کردیم، یعنی خدای تو کتابی نوشته که احتمال این برداشتا رو احتمالش رو برده بالا، یعنی جوری که نوشته من... شده احتمال این برداشتا رو برده بالا. بگو. دو تا چیز میخوام بگم. یکی این که من اصلا قبول ندارم که این اینا همه اینا در قرآن نیست، یعنی برعکس من میگم اینا توی قرآن هست. اگه دیده باشی استدلال من اینه که اینا هست، ولی خیلی هاشو مجبور بودید برای اون دوره بگی، چون نه اینکه مجبور بوده، خیلی هاش برای اون دوره مناسب بوده، خیلی هاش برای اون دوره مناسب خدا... بوده. ببین تو این چه ببین خدایه؟ اخلاق آرمین، مشکل اینه که تو اخلاق رو یه چیز حتمی میگیری. خدا ببین اینجوری نه، مجبور بوده. منظورم اینه که ببین مثلا من بار قبلی گفتم که از نظر من مسلمان الان این که ارث اون موقع به صورت 2-1 به سود مرد تقسیم شده، در واقع یک ظلم به مرد بوده، چون سهم یک پسر در تشکیل ثروت پدرش خیلی 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 بیشتر از یک دختر بوده. امی پری یه سر چیزی گرد. خدای تو خداییه که مجبور بوده کودک همسری رو تایید کنه؟ خدا نه، منظورم اینه که کودک، ببین اول اینکه در مورد کودک همسری من این آیه رو فکر میکنم اشتباه خوندی، چون میگه که فکر میکنم، حالا من نگفتم چرا بد بر میخوره، من فکر میکنم اشتباه خوندی والا گفتم فکر میکنم، فکر میکنم معنیش اینه، یعنی چون تا جایی که من خوندم معنیش این میشه که تا زمانی که اینا دوران قاعدگیشون به پایان نرسیده باشون چیز نکنید، یعنی دوباره حق ازدواج ندارم. فکر میکنم به این معنی نیست که اونا اصلا قاعدگی ندارنم. نه ببین، داره میگه که قاعدگی میشه پریود. آره پریود، بله. خب همون پریود میگم، پریود فارسیشه، فارسی هم پریود میگم. ببین میگه داره حکم میده درباره اینکه چیکار کنیم با زنایی که دارین ازش طلاق میدید. خب حالا اینکه چیکار کنید من کاری ندارم. داره میگه اون زنایی رو که مثلا اون از اون زنهایی که دارین که هنوز پریود ندارن، دیگه بقیه‌اش من برام مهم نیست. داره قرآن داره تایید میکنه که مسلمان ها میتونن زنهایی داشته باشن که هنوز پریودشون هم نداشتن. خب دیگه تموم شد دیگه. یعنی چی؟ یعنی قرآن کتابیه که میشه آیاشو بیاری ببین دو تا کار بکنیم، یا در مورد این حرف بزنیم که زنانتون رو بزنید، چون ما اینو میدونیم که توی قرآن هست، اینو منم بحثی ندارم که هست، یا در مورد این حرف بزنیم اگه میخوای مطمئن بشیم من آیاشو بیار که بذار همین سر همین حرف بزنیم که زنانتون رو زدن، چون زدن زنان هم بعد کافی چیز بدی هست، یعنی نیست که بگیم چیز خوبیه. به من خب همین ببین تو مثلا برداشت اینه که تو میگی برداشتت اینه خب که زدن زنان تو قرآن هست ولی مال اون زمان بوده، ولی دیگه من میگم فرض کن خودتو بذار جای خدایی که میخواد قانون بده برای 1400 سال پیش، و بعد قانون نه توصیه، من گفتم قرآن توصیه است قانون نیست، توصیه بده برای 1400 سال پیش و بعد این دوتا آیه رو گفته، آیا خودت بودی چیز دیگه ای میگفتی یا نه؟ میگه که ای مردان مسلمان اگه زنتون نشوز کرد یه سری کارا انجام بدین، تهش نشد بزنینش. نه اینه. نه درسته؟ اگه ترس داشتین از این، نگفت که نشوز چی میشه؟ نشوز یعنی چی؟ نمیدونیم نافرمانی گفتش. نه 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 اصلا که... نشوز به معنی نافرمانی نیست، به هیچ وجه نشوز به معنی نافرمانی نیست. نشوز یه کار من چون حتی ریشه لغتم سرچ کردم 434 بذار بیارمش. آرمین یکم استدلالتو عوض کن. ببین میگه که تو چند تا آیه بعدش میگه که ای زنان مسلمان اگه مردتون نشوز کرد، اگه مردتون نشوز کرد یعنی مردتون هم نافرمانی کرد. من نمیدونم. ببین من موضوع من داشتم میپرسیدم ترجمهش چی میشه، من فقط دارم میگم من نمیدونم، من فقط میدونم که توی عربی خود عربا هم خیلی ترجمه درستی از نشوز ندارن، اینو من میدونم. ببین آیه کدوم بذار من بیارم. خب ولی موضوع اینه که هر چیزی که ترجمهش میشه نگفته که اون کارو کرد، گفت حتی اگه نکرد، گفت اگه ترس داشتین از این که اون کارو بکنه. اینو قبول دارین؟ این قسمتش درسته؟ درست. آره. آها پس ببین، پس لازم نیست، پس منظورم اینه اون چیزی که من می‌خواستم روش تمرکز بکنم این که من ترجمه اون کلمه نیست، من چیزی که من می‌خواستم روش تمرکز بکنم چیزی بود که قبلش اومد، یعنی زناتون لازم نیست حتی کاری کرده باشن که اشتباه باشه، لازم درسته. هست که شوهر، یعنی این مجازاتی که قرآن براش داره تعیین میکنه که زدن زنه، لازم فقط کافیه که شوهر نگران این باشه
که زنش این جرم انجام بده. بذار اینجوری بگیم، یه اتفاقی قراره بیفته که اسمش نشوزه و ما نمیدونیم یعنی چی. خب و این نشوز چیز بدیه از دید قرآن، درسته؟ و بعد خدا میگه که اگر ترسیدید که زنتون داره نشوز میکنه و میره به سمت نشوز، خب اول باش بهش بگین، حالا به ترتیب مراحل با ترک همبستری کنین، نمیدونم تا جایی که میتونین هر کاری که میتونین بکنین، نشد بزنینش که نره به سمت این کار، درسته؟ آره، یه چیز دیگه هم بگم که نشوز کلمه‌ای که خود عربا هم ترجمه‌اش اگه نمیدونن، واقعا این خدای بی عرضه‌ایه که نمیتونه درست کتابی بنویسه که مردم بفهمن اصلا داره چی میگه. خب یعنی واقعا این خدایی که بلد نیست صحبت بکنه با مردمش. بگو. من در مورد نشوز وقتی سرچ کردم فکر میکنم، چون مال خیلی وقت پیشه، به این نتیجه رسیدم که نشوز لغت سریانی بوده و میتونه به معنی همون چی میگن بهش، در هم معنی زنا باشه، نه به معنی دقیقا. چرا واضح‌تر خدای شما چرا واضح‌تر صحبت نمی‌کنه؟ نمی‌دونم اصلا خود قرآن اگه جالبه، خود قرآن اگه بخونیم، خود قرآن هم ادعا میکنه که کاملا واضحه. بعد یه دیگه میاد میگه نه واضح نیست. یه آیه داریم که میگه خود، یه آیه داریم که خدا میگه کتابش کاملا واضحه. یه آیه هم داریم که خدا میگه که من یه رازای مخفی، یه آیه هایی دارم که رازش مخفیه و هیچ کسی نمیدونه. و یه آیه هم داریم که میگه که، و یه آیه هم داریم که همون اول قرآن دیگه میگه که این کتاب اگه یه کسی با دل با دید قبول دارمش بره سمتش هدایتش میکنه، و اگر با دید من قبولش ندارم بره سمتش بیشتر گمراهش میکنه. این بهترین آیه است برای یه کتابی که پر از چرت و پرته، برای اینکه انقدر میخونی، برای واقعا تو، من یه کتاب ممکنه بنویسم انقدر مردم قاطی پاتی بکنن، من یه بهترین دفاع براش اینه که من اولش بنویسم که اگه قلبت تو راه درست باشه معنی منو میفهمی، چون اگه نمیفهمی به خاطر اینکه تو یه مشکلی با خودته. اینا هم هست راستی. خب بگو. یه سال درباره بت‌هایی که گفتی، خب وقتی گفتی که مثلا قرآن گفته باید به بت مردم دیگه مثلا احترام بذاریم و این چیزا، تو اینو قبول نداری که محمد وقتی مکه رو فتح کرد بت قریشی‌ها رو شکست، بت‌هاشون رو شکست؟ اینو قبول نداری؟ چرا قبول دارم؟ اگه بود که بت‌ها هنوز توش بودن میگه قبول دارم، اینو بت‌ها رو شکست. خب پس چی؟ پس محمدی رو به تو میگی که قرآن گفته به بت مردم دیگه احترام بذاریم، ولی بعد خب پس این تناقض نیست؟ بعد محمد رفته بت مردم شکسته؟ آها ببخش، من فکر کردم میگی که مسلمونا، نه اینکه محمد، حواسم به واژه محمد نبود. این که میگی محمد وقتی مکه رو، منظورم این بود که نه گفتم که توش نیست دیگه الان، یعنی بت توش نیست، یعنی اینکه مسلمونا دیگه بت رو شکستن. نمیدونم، شاید خود پیغمبر شکسته باشه، شاید مثلا پیغمبر نشکسته باشه نسل بعدش شکسته باشن، ولی هر چیزی که هست الان خالی از بوته. داستان ابراهیم که بت شکنی کرد، این توی قرآنه یا کجا بود این روایت؟ توی قرآنه. بله بله توی قرآنه. آها خب پس ببینم، پس این آیه تناقض نداره قرآنی که میگه که ابراهیم خودش بت شکنی کرد؟ خب پس خود تو میگی قرآن گفته که، تو میگی که آها قرآن نمیگه ابراهیم به چه معنی بت شکست؟ خب نه، بت رو شکست خبر بده که دست بت اصلی. بذار من حرفم بزنم. خب ببخشید شما، برای اینکه بعضی نظر ما نمیتونم بزنم. خب ما میگیم که این قرآن مثل این که همش میخواد با کافرها به جنگ و خشونت کنه و دشمنی کنه، مردم میگن که نه نمیتونه منظور قرآن این باشه، برای اینکه ما آیه داریم، حالا این کدوم آیه هست من نمیدونم، که مثلا قرآن گفته که احترام بذارین به بت‌های مردم دیگه. خب که ما میگیم که خب این آیه مکی بوده، کلن قرآن نحوه حرف زدنش درباره ادیان دیگه عوض شد وقتی که مسلمان‌ها قدرت افتاد دستشون. خب ولی این همین ادعای این که خدا گفته که مثلا باید به بت مردم دیگه احترام گذاشته اینا، خب این تناقض داره با داستان ابراهیم که بت شکنی کرد، بت مردم دیگه شکست. تو میگی حالا دلیل این چرا تناقض نداره؟ من میگم چون این تناقض نداره، چون در واقع ابراهیم وقتی اون بت ها رو میشکنه، تبر رو میذاره دست بت بزرگ و براش استدلال میکنه، میگه که اگه این بت ها جون داشتن، خب اگه میگید که این بت نمیتونه بشکنه، خب چرا اصلا میپرستینش؟ این استدلال خداست برای نفی بت پرستی. خب.
پس من اگه از این یعنی استدلال اینجور استفاده نباش کنم، که نبوده که ببین بگه خدا پس بگه که من از سر کینه برید بت‌ها رو بشکنید. خدا اینجوری خب میگه که میگه که یه زمانی ابراهیم رفت، یه داستانی تعریف میکنه، بله میگه یه زمانی ابراهیم رفت این کارو کرد تا به کافران نشون بده که بت‌هاشون موجودات بی خاصیتی هن. دو یه ذره بذار الان صحبت کنم. این هنوزم تناقضه. خب من دلیلشو، حالا تو میگی دلیلش این بود که این کار کرده، بالاخره شکست سر بت بقیه تناقض داره با احترام گذاشتن به بتاشون، حالا دلیلش هر چی بخواد باشه. نه میگه در خب نه، این توصیه های دلیل، خدا، این نه در دلیلش توصیه های این خدا، در توصیه های خدا نیست. ببین ببین مثلا وقتی که خدا میگه که، ببین اگه خدا مثلا مستقیم بگه که برید بتاشون رو بشکنین، خب این میگه که آره، خب حرف خدا تناقض داره، یه جایی گفته خلاص که بشکنین یه ببین جایی گفته نشکنین، ببین ولی اینو ما وقتی که خدا همین بگه روش که شک بشکنین، وقتی خدا بگه که آب بتاشون رو نشکنین به فرض، بعد مثلا 400 سال بعد بگی که یه زمانی ابراهیم بت فلانیا رو شکست برای اینکه بهشون نشون بده بت بی خاصیته، خب و بعد خیلی بگی خوب که اونا متقابلن، البته متقابلن ابراهیم رو آتیش زدن. یعنی گوش این کن، نبوده که این گوش این هست، بذار ببین بذار ببین آر بذار آرمین نه آرمین یه چیزی، یه چیزی نه بذار نه من نه اینو نه بگم، نه نه بذار من نه اینو نه بگم نه 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 آرمین. نه نه من باید نوبت من، نوبت من چشم یادت نره، نوبت من. خب چشم ببین این روش های ژیمناستیکی برداشت های، هر برداشتی که میخوایم بکنید اینا خیلی خطرناکه. خب اگه بخوایم اینقدر نرمش بکنیم هر این روش است بر این روش مثلا تفسیر کردن از قرآن، ما هر جرم و جنایتی رو میتونیم براش یه بهانه پیدا بکنیم. خب ما میتونیم بگیم خب مثلا آه ما اسلام گفته باید احترام بذاریم به عقاید بقیه، ولی خب اینجا ما ابراهیم به این دلیل اشکال نداشته. خب من اگه من برای همین قرآن یک کتاب خطرناکه، من میتونم این جملات رو هر جور دلم بخواد بیام نگاه بکنم بگم خب ما اینجا من مثلا یه داعشی میتونه بیاد بگه که ما ما خشونت طلب نیستیم، ولی خب تو این شرایط که ما داریم انجام میدیم، این کاری که انجام میدیم شبیه اون، مثلا شما میگی خب اینجا فرق داشت، خب داعشه میگه به همین دلیل هم اینجا این موضوع فرق داره، برای همین ما آدم میکشیم به خاطر اینکه این شبیه اونه. خب ما باید مثلا صلح بکنیم، ولی اینجا چون شبیه اونه ما میتونیم. ببین مثلا من با این استدلال تو میتونم بگم خب من باید به بت مردم احترام بذارم، مگر اینکه بتونم از این بی احترامیم برای یک استدلال خوب بتونم بیام استفاده کنم که بهش یه بعد پیغام برسونم. خب یعنی من با میتونم این بی برم توی احترامی تو میتونی نتیجه بگیری که تو میتونی نتیجه بگیری که اگر من رفتم بت یکی رو شکستم و به بتکده مثلا رفتم توی چین و به بزرگترین بتکدهشون توهین کردم، اونا میتونن منو آتیش بزنن. نه، برای اینکه قرآن تایید نکرده که کار اونا درست بوده. خب چرا وقتی که قرآن گفته که اونا این کارو نه کردن و ما ببین آتیش گلستان کردیم، همین میگه که اونا نه خیلی ببین زدن و ما داری زیاد میکشیش. ببین برای اینکه قرآن ابراهیم پیغمبر خداست، معنیش اینه که کاری که پیغمبر خدا میکنه رو قرآن داره تایید میکنه، کاری که دشمنان پیغمبر داره میکنه که اون رو تایید نمیشه. ببین داری چجوری استدلال میکنی، یعنی خب یعنی چی؟ نه یعنی من پس میگم که من میگم نه که ببین وقتی داری ابراهیم ببین رفت داری چی بت ببین داری شکست، چی بت مردمی رو شکست، آدما رو میکشتن به خاطر اینکه بتشون رو شکسته. الان کافرها عوض شدن، مسلمونا هم عوض شدن. عجب، الان دیگه خب کافرها میان لایف چت میذارن، خب مسلمونا هم میرن چه میدونم سمینار میذارن احتمالاً. تو خیلی ببین من میتونم این روشی که تو استفاده میکنی که برداشت تو از قرآن نشون بدی، من میگم همون کتاب آدولف جنگ جهانی دوم که اسمشم الان روی یوتیوب نمیارم، من اون کتاب اونم الان میتونم بردارم برای تو یه جوری بخونم که بشه انسان دوستانه ترین کتاب دنیا. یعنی این روش هایی که تو میتونم هر کلمه رو بیام یه جوری دیگه معنی بکنم. یعنی من با یه کتاب آشپزی هم میتونم یه جوری بیام برداشت ازش برش کلمه رو یه جوری تعریف بکنم، یه جوری برداشت بکنم که انگار بشه یه کتابی که مثلا یه کتاب دینی بشه که بهترین چه میدونم میدونم از اونم چیه. یعنی پس تو بذار من یه خودت سوال یه یه جور دیگه بپرسم، آیا قرآن خود مبهمه یا نه؟ بذار سر این حرف بزنیم، آیا قرآن مبهمه یا نه؟ قرآن اساسا بعضی جاهاش مبهمه، نه اساسا ببین قرآن اساسا مبهمه. ببین وقتی که قرآن داره اصول عقاید رو توضیح میده، وقتی که قرآن بجز جایی که داره احکام رو توضیح میده اساسا مبهمه. نه
بعضی جاهاش به شدت واضحه، بعضی جاهاش مبهمه. میخوای مثال از جایی که واضحه به شدت واضحه بیارم که به شدت مبهمه؟ یعنی جایی که خیلی واضح نشون میده ولی مبهم تری. ببین شما سوره کهف آیه 82 به بعدش رو بخون، جایی که قشنگ واضح ترین تفسیرها تو طول تاریخ از اسلام شده ولی به شدت مبهمه. یعنی اگر یکی بشینه یه نیم ساعت بهش فکر کنه میفهمه تفسیرهای واضحش چقدر چرندیاته. مثلا بذار بگم خب چرا که تو چرا چه بده این چه فایده داره، چرا خدا تو همین جوری حرف میزنه، چرا انقدر مبهم صحبت میکنه؟ ببین دو تا دلیل داشته. اون جایی که احکام رو میگفته به خاطر اینکه برای اون دوره بوده، بعد مردم میفهمیدنش، خیلی واضح توضیح داده. اون جایی که نه، یا پیشگویی‌های قرآنه، واضح توضیح داده. آره اون جایی که احکام رو توضیح میداده، حکم رو مثلا میگفته. خب پس منم گفتم دیگه، گفتم بعضی جاش واضحه بعضی جاش مبهمه. آره من گفتم منم دقیقا همین گفتم، گفتم بعضی جاش احکامش به شدت واضحه ولی غیر از احکامش به شدت غیر واضحه، غیر از احکامش به شدت غیر واضحه، مبهمه. مثلا نه درست نیست. من داستان موسی و اون آدم، اون آدم چی بود؟ یه آدم سبزی بود، اسمش سبز چی بود؟ خضرها. داستانش واضح بود به نظر من، چرت و پرت بود ولی واضح بود. میخوای ثابت کنم واضح نیست؟ بگو ثابت کنم. ببین مثلا میگه که البته حضرت موسی، ببین میگه که ببین اون داستان بچه کشی هم حتی یه داستان خیلی خطرناکه. آره اون داستان آره آره. داره توضیح میده مبهمترین داستان قرآن رو اتفاقا گفتی و تو مبهمترین داستان قرآن رو میگی واضحه. نه ببین داستان من فکر میکنم بعد از ذوالقرنین مبهمترین داستان دنیاست. نه ببین به خاطر این برای تو مبهمه، برای اینکه میخوای بگی که چه پیغامی از این میخوایم بگیریم. نه پیغامش اصلا. من میخوام آیه رو بخونم، آیه رو بخونم. اینکه تو داستان چه اتفاقی افتاده اونش برای مبهم نیست، داستان همه میدونن چه اتفاقی توش افتاده. اینکه حالا من چرا این داستان اونجاست و چه پیغامی میخوام بده اینش مبهم. نه اصلا این نیست، اصلا این نیست. خب بذار من بگم. ببینم که اینا دوتا، حالا حضرت موسی و یوشع ابن نون که با هم میرفتن، رفتن تا رسیدن به محل، به صخره ای که محل برخورد دوتا دریا بود. خب یه صخره نشون بده که محل برخورد، اصلا مگه ممکنه یه صخره محل برخورد دوتا دریا باشه؟ خب تو بعد اینا کنار اون صخره، بله ممکنه نشون بده، اصلا توهمش هم امکان نداره، کاری ندارم به این که چیزه، تصورش یه صخره. من الان دارم تصور میکنم، بیا راحت ده. ببین تو دنیای اسطوره همین چیزی ممکنه. اگه از این لحاظ منظور از توهم اینه، برای اینکه تو دنیای واقعی نمیتونی تصورش کنی. تصور خب بله، تصور همه... توضیح بده که چطور شد یه صخره شد وسط تو به محله برخورد دو تا دریا و بعد این صخره وسط خشکی بود. یه صخره رو تو تصور کردم، نه یه صخره که ببین من و تو داریم، به فرض کن من موسی تو یوشع با هم داریم راه میریم. خب بعد داریم راه میریم، یه خسته میشیم، استراحت میخوایم بکنیم، میگم که مثلا استراحت میکنیم، تکیه میدیم به یه صخره، یه لحظه استراحت میکنیم، راه میافتیم. بعد از نیم ساعت دیگه من بهت میگم که راستی یوشع اون ماهیمونو بیار بخوریم، میگی که اون ماهیه بود، این آیه قرآنه، دقیقاً آیه ترجمه آیه قرآن دارم بهت میگم، اون ماهیه بود کنار اونجا صخرهه که تکیه داده بودیم، اون صخره محل برخورد دو تا دریا بود، زنده شد رفت. من تو ادبیات زیاد دیدم، من بعد تو ادبیات زیاد دیدم که مثلا چه میدونم کوه، مثلا کوهی که مثلا بین زمین و آسمون، یعنی چه میدونم چیزای ادبیاتیه، یعنی خیلی چیز زیادی داری جدی میگیری. تو ببین تو قرآن داری میخوای یه جوری داری میخونی که انگار که مثلا یه کتاب خدا هست برای همین. آره نه به نظر میرسه که مثلا تو چون پیغام خدا میدونی فکر میکنی همه چی رو مثلا با منظور خیلی خاصی و با یک پیغام خیلی دقیقی توش اونجا یا قایم شده یا واضح گفته شده، در صورتی که وقتی که اسطوره می نویسی بعضی موقع یه سری کلمه ها رو به طور شاعرانه استفاده میکنی که مثلا بین این مثلا میگی که مثلا این کوه اطلس کوهیه که چه میدونم آسمان رو به دوش توی بالای این کشور به دوشش گرفته. خب تو بگی میشه مثلا این چه معنی داره، مثلا اگه آسمون که از رو دوش یک کوه نمیتونه باشه،
ولی خب کسایی که مثلا ادبیات میخونن اینو اونقدر که تو داری جدی میگیری جدی نمیگیرن، میگن که خب منظورش اینه که انقدر کوه رفته بالا رسید خورده به مثلا اگه کوه انقدر بلنده که خورده به سقف آسمون، کسی نمیاد بگه که مگه میشه، مگه آسمون سقف داره، این چه حرفیه، سقف آسمون یعنی چی؟ این من یادمه این یه سری کلماتیه که تو ادبیات ازش استفاده میشه، مردم دارن اینجوری صحبت میکنن. من یادم یه ترجمه خیلی... من نوشتم، بذار من بگم، من یادم یه ترجمه نوشت تفسیر نوشتم در مورد سوره کهف، داستان ذوالقرنین. اینو بردم پیش بیا استادی بود، استاد دانشگاه و دکتر بستانی اگه راضی باشه اسمشو بگم، بذار من اینو بگم آخرشو بگو بعد بریم. آره تموم میشه. بعد اینو بردم پیشش، اون طرف استاد چیز بود، دانشکده علوم قرآن حدیث، مدیر گروه اونجا بود. و بعد گفتم که این به نظرتون این درسته؟ گفت به این نه، گفت حالا اسم کوچیکم رو گفت، گفت فکر میکنی که یه کتابی که 1400 سال پیش گفته که و ما ستاره ها رو برای زینت آسمان شما آفریدیم میفهمیده این چیزایی که تو داری میگی؟ یعنی منظورش این بود که خدا قرآن پر سوتیه و گفته که ستاره ها رو برای زینت آسمان شما آفریدیم و اصلا نمیدونسته که این ستاره ها چی هن. و بعد تو داری از جمله های ادبی اون داری تو تفسیر میکنی. منم قبول دارم و میشه اینجور برخورد کرد، میشه گفت که قرآن یه متن ادبیه که مال 1400 سال پیشه، یه آدمی بوده ناآگاه بوده نوشته و بعد حالا مثلا این آدم ناآگاه ما میتونیم از جمله های ادبیش برخورد کنیم، یعنی یه جوری از استفاده کنیم که یه چیزایی مثلا متناسب با علم روز به دست بیاریم، هرچند که یا مثلا فرض کنیم این جمله ادبی بی خودش رو تفسیر کنیم. من میدونم میشه این، یعنی میتونیم به دام این بیفتیم، ولی خب بالاخره کسی که قبول داره که قرآن از طرف خدا اومده چیکار کنه؟ مجبوره بشینه فکر کنه بهش. تا از دید من در نظر میتونه فکر کنه بشه. که خب یه راه دیگه وجود داره، میتونه احتمال بده که این کتاب از خدا نیست. آیا این راه وجود نداره؟ بذار چند دقیقه میتونم حرف بزنم، یعنی خیلی وقت میگیره، میتونم 5 دقیقه حرف بزنم یا نه؟ 5 دقیقه بدون که من حرف بزنم تو حرف بزنی؟ نه کلا 5 دقیقه دیگه مکالممون طول بکشه. بگو. ببین یه آیه توی قرآن هست، داستان ذوالقرنین که میگم، میگه که ذوالقرنین رفت و رفت و رفت تا رسید به محل غروب خورشید. خب این محل غروب خورشید کجاست؟ اگه بخوایم ظاهر قرآن رو در نظر بگیریم، خب یه سری چرندیات میشه، میگه محل غروب خورشید، بعدش رفت تا رسید به محل طلوع خورشید. خب بعد محل طلوع خورشید کجاست؟ بعد رفت، وقتی رفت محل غروب خورشید چیکار کرد؟ هیچی، فقط یه گروهی رو دید. بعد رفتی که رفت به محل طلوع خورشید چیکار کرد؟ باز اونجا هم هیچ کاری نکرد، باز یه گروهی رو فقط دید. دوباره رفت تا رسید به محل برخورد دوتا صدف، این دوتا صدف توشون یه گروهی بود به اسم یعجوج و ماجوج، بیرونشون یه گروهی بود که اینا آدم بودن. و بعد اینا بهش گفتن یعجوج و ماجوج انقدر فساد میکنن که نمیتونن، نمیذارن ما راه حق رو بریم، حالا بیا اینا از ما جدا کن. و بعد اینم بهشون گفت که به دهنه این صدفه رو، دهنه این صدفه رو با آهن و مس مذاب یا سرب مذاب بگیریم. بله. خب حالا تو اگه باشی، تو اگه مثلا استدلال کنی از دید یک آتئیست به قرآن، اینو چی میگی؟ نمیگیم یه سری مش چرندیاته؟ اسطوره است، اسطوره. اگه به عنوان یه واقعیت نگاه بکنین خب چرندیات، ولی وقتی که خود کتاب خود نویسنده کتاب 10 بار توی کتابش بگی که اینا اساطیر اولین نیستن، اینا اسطوره نیستن، چی؟ خب نه خب اون موقع خب چی میگی؟ اساطیر یک زمانی کسایی به اساطیر و واقعیت بودنشون اعتقاد داشتن، ولی برای ما وقتی که خود شاهنامه میگه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان، ولی وقتی قرآن خودش خب نه تو برداشت بله برای من میگم چرت و پرت، تو میگی تو نظرت چی؟ اگه کسی کسی که اعتقاد داره اینا واقعا اتفاق افتادن، هم این هم رستم به شکلی که تو فردوسی بوده اینا، خب این کسی که همچین اعتقادی داره خب چرت و پرته. خب درسته. نکته خب ولی وقتی کسی که میشینه و فکر میکنه که قرآن درسته و میگه که خب حالا بیا من بررسی کنم ببینم این قرآنی که این تفسیر رو میگه داره چی میگه، میگه که اول من بفهمم این کسی کی بوده، میگه ذوالقرنین. ذوالقرنین یعنی چی؟ قرن رو وقتی توی قرآن سرچ میکنی میفهمی که قرن توی قرآن، قرن خارج از قرآن خیلی معنی ها میده، ولی توی قرآن فقط به معنی طایفه و نژاد به کار میره. خارج از قرآن به معنی مثلا شاخ میره، به معنی مثلا سده یا حالا 30 سال میده، ولی توی قرآن فقط به معنی طایفه و نژاد به کار رفته، مطلقا به هیچ معنی دیگه به کار نرفته.
و بعد میگه که ذوالقرنین یعنی صاحب دو تا طایفه و صاحب دو تا نژاد. بعد میگه که این رفت به محل طلوع خورشید، خورشید رو باز طبق یه آیه دیگه از قرآن که میگه که اگر ما میخواستیم که شما رو از حق دور کنیم یه سایه‌ای رو جلوی خورشید میگرفتیم که شما اونو نبینید، و خورشید رو دلالت بر وجود خودش میگیره، خود خدا. اینجا ما میتونیم همون تشبیه رو به کار ببریم و بگیم که بگیم که خدا در واقع این ذوالقرنین رفت تا رسید به محل غروب خورشید، جایی که داشت خورشید صراحتا خدا میگه داشت میرفت توی یک چاله لجنالود، و حق و حقیقت داشت میرفت توی چاله لجنالود. مردم کنار اون چاله یعنی مردم بدی بودن. خدا هم بهشون میگه که خدا به ذوالقرنین میگه که اگه میخواین اما انتو عذبهم، یعنی اگه دوست داری، اگه دلت میخواد عذابشون کن، اگرم دوست داری و دلت میخواد باشون به نیکی برخورد کن. ذوالقرنین هم میگه که من حالا اگه کسایی که برگردن به راه حق نیکی و بعد میگه به محل حالا ادامه بدم یه جای دیگه بگم ادامه بدم میگه که تمومه سری تموم کنم. میگه که آره میگه که رفت تا رسید به محل طلوع خورشید، اونجا یه گروهی رو دید و که اون گروه خدای صفت براشون به کار میگیره. میگه که لم نجعل لهم من دونها سترا، کسایی بودن که بجز آن، اونها هم چون مؤنث توی عربی برمیگرده به خورشید، بجز خورشید یا بجز نور خورشید هیچ پوششی براشون قرار نداده بودیم، در حالی که ما هیچ گروهی رو توی طول تاریخ نمیدونیم که هیچ پوششی مطلقا خدا براشون قرار نداده باشه. یعنی ممکنه مثلا بالاخره یه درختی بوده، یه برگی بوده، یعنی اینجور نبوده که هیچ پوششی نداشته باشن. من اینجور اینو تفسیر میکنیم به این که این داشت بجز این که وجود مادیشون در برابر خدا هیچ پوششی نداشتن، یعنی آدمای خیلی خوبی بودن. یعنی ذوالقرنین از ببین بله گفت فهم متوجه شدم تو همجی تفسیر بازی میکنی برای اینکه یه چیز منطقی در بیاری از یه چیز چرت. خب از این روش دقیقاً از این روش من زیاد دیدم. خب تو اگه به من نیم ساعت وقت بدی همین داستان ذوالقرنین رو، من میتونم یه تفسیر دیگه ازش در بیارم که اونم یه چیز این که چرت و پرت نباشه، یه پیغام قشنگو میتونم ازش در بیارم. به من وقت بده، یه ذره مثلا برای خورشید میتونم بگم که این متافور چی میشه به فارسی؟ استعاره. میتونم بگم ذوالقرنین استعاره چی هست، میتونم بگم خورشید منظور چیه، میتونم بگم لجن چیه، میتونم بگم سایه چیه، میتونم بگم در بیارم که مثلا دیواره معنیش چیه. خب من میتونم 5 اگه وقت بدی من میتونم 5 داستان مختلف در بیارم که منظور خدا واقعا این بوده، نه اینکه حالا واقعا خورشید مثلا غروب کرده تو یک لجنیه چیزی، منظورش این نبوده. خب برای اینکه این که واقعا چرت و پرته، نمیتونه که این باشه. خب برای من حتما یه چیز دیگه باشه. ولی ببین اگه کاملا قدرت تخیل خوب باشه، هزار تا داستان مختلف رو میتونی که معنیش این چیزه که واقعا به نظر میرسه هست نباشه. خب این میتونم اگه یه نفر قدرت تخیلش خوب باشه میتونه هزار تا داستان مختلف از این در بیاره که انگار مثلا خدا منظورش یه چیز دیگه بوده. و چقدرم اتفاقا عجبم فلسفه حالا که منظورش واقعا غروب خدا، غروب خورشید تو لجن نبوده، اتفاقا چه چیز فلسفه چه جالب، چقدر قشنگ، یه چیز اصلا باور نکردنی ازش در بیاره. اصلا یه چیز در بیاره که مثلا فلسفه مدرن هم تازه به نتیجه رسیده. خب من برم فلسفه های مثلا قرن 21 که جدید برنتیجه. اصلا یه چیز علمی اصلا نه. ببین من میتونم مثلا برم نگاه کنم فیزیک نوین، فیزیک کوانتوم و اینا رو برم نگاه بکنم آخرین نتیجه هایی که رسیدن چی بوده، بعد سعی کنم یه جوری اصلا ببینم که این مثلا ماهیت کوچکترین پارتیکل های جهان اصلا توی این نشون داده شده. تو من قدرت تخیلم اتفاقا خوبه. خب من اصلا میتونم به نشون بدم که ذوالقرنین مثلا اصلا درباره کوانتوم فیزیک اصلا این معجزه است. 262 اصلا این داستان ذوالقرنین جوری کوانتوم فیزیک رو برای ما توضیح داده که نمیتونه قرآن کتاب خدا نباشه. برای اینکه واضحه که ببین مثلا من خودم از این کارا کردم. ببین من خودم وقتی که بچه بودم به معلم دینیمون گفتم که داستان نوح داستان اولین سلوله. خب من اینو گفتم اصلا خیلی هم حال کرد، خیلی هم معلم دینی ما حال کرد. من گفتم اولین سلول کجا به وجود اومد؟ خب تئوریایی که ما داریم اولین سلول زمانی به وجود اومد که اکثر کره زمین زیر آب بود. درسته؟ درسته. اکثر کره زمین دریا بود. خب و تو اون شرایط اولین سلول به وجود اومد. و سلول چیه؟ سلول اولین سلول ها یک دیواره لیپیدی بود که توش آر ان ای یا دی ان ای بود که تمام کدی که همه حیوانات که بعدن
به وجود اومدن منشأشون از همین کدهای دی ان ای و آر ان ای اولیه توی این سلول بود. خب کشتی نوح هم نگاه بکنید، تمام دنیا رو سیل برده بود، کشتی نوح هم یک چیز بود، یک چیز با دیوار و اینا بود که توش همه حیوانا بودن. خب این به عبارت دیگه خدا داره نشون میده که میدونسته که اولین سلول تو دریا به وجود اومده و این سلول چیزی بوده که بعدن کد، یعنی این حیوانایی که میگه تو کشتی نوح بودن همون کدای دی ان ای و آر ان ای تو اولین سلول ها بودن و این خودش معجزه است. این داستان نوح داره به ما اثبات میکنه که زمان محمد یک داستانیه که نشون میده که علم داشته از اینکه اولین سلول چجوری به وجود اومده. خب منم از این کارا بلدم. خب ما از این کارا خب قشنگ بود اتفاقا، خیلی شاید هم راست میگی. معلوم نیست شاید راست میگی واقعا. خب ببین هر کسی با قدرت تخیل خوب میتونه از این کارا بکنه. خب ولی فرض کنیم به فرض محال که واقعا مثلا هم این یکی از این داستانا مثلا معنی واقعی خدای تو باشه و اون اینکه مثلا خورشید داره غروب میکنه توی لجن معنی واقعیش نباشه. خب آخه این چه کاریه؟ پس ببین یعنی قرآن یک خدایی که همه چی رو میدونه یک جوری داره صحبت میکنه که به راحت ترین برداشت اینه که این کتاب چرت و پرته. میدونی نظرم چیه؟ یعنی آره. راحت ترین برداشت یعنی یعنی خب آخه این چه کاریه؟ چرا نمیتونستی بیای بگی مثلا تو میگی به جای اینکه یعنی تو هدف داستان ذوالقرنین مثلا که تو داری میخواست بگی برداشت چیه؟ یعنی کوتاه به برداشت این بود که برداشت این بوده که بعد از ذوالقرنین بعد از حضرت سلیمان اومده و جنها و مردم حکومت میکردن و سلیمان اومده و جنها رو داخل یه صدفی حبس کرده و در آینده اینا میان دوباره توی جامعه قاطی میشن. تو برداشت تو هم که خودش چرت درباره جن و اینا خود برداشت خودت هم چرت. خب من در حد اون آر ان ای دی ان ای تو برداشت تو که از یه چرت و پرت هستیم به یه چرت و پرت دیگه. ولی خب من اگه میخواستم مالکش ولی با این تفاوت که من گفتم ذوالقرنین از گذشته به آینده رفته و وقت در زمان خودش، یعنی دو تا امتی که ذوالقرنین حاکمش بوده این، یعنی ادامه اون چرت و پرتای من اینه که ذوالقرنین در یه امت بر گذشته حکومت میکرده و بعد دیده مردم آدمای بدی ان، دلش گرفته، خدا آینده رو بهش نشون داده و گفته ببین این آدمای آینده چقدر آدمای خوبی ان، ببین هیچ پوششی بجز این که ما در مقابل خدا هیچ پوششی ندارن اینا، و بعد رفته گفته برای اینکه از گذشته به آینده برسیم جنا رو از آدما جدا. من اگه میخواستم مالکش کنم برای اسلام به جای اینکه میرفتم داستان ذوالقرنین رو میرفتم یه چیزی توی کوانتوم فیزیک پیدا میکردم و کاملا همه چی رو به اون وصف میکردم و اون کار رو میکردم، فکر کنم این بهتر به جای اینکه به درب جن و اینو صحبت کنم، یا یه چیز اینجوری پیدا میکردم که مثلا نشون بدم که مثلا چرا این آیه معجزه است. خب من میگم حالا فرض کنیم که معنی حالا هر چی میدونم مردم بیشتر با این حال میکنن، یه چیزی که مشتری داشته باشه. من فکر کنم چیزی که مالکشی من مشتری بیشتر خواهد داشت تو اون چیزی که تو میگی. ولی من میگم که من میگم به فرض محال کسایی که تفسیرهای اینجوری میکنن که برای توجیه بکنن چرت و پرتای توی قرآن ها، به فرض محال که مثلا تفسیر اون رو درست باشه، حداقل یعنی ببین، یا میتونیم بگیم یا قرآن واقعا چرت و پرته، ولی اگه اینا چرت و پرت نباشه و قرآن و معنیش چیزی دیگه باشه، بدترین کتابیه که نوشته شده برای اینکه بتونه خود حرف خودشو بزنه. خب یعنی یه کتابیه که درست و واضح نتونسته حرفشو بزنه، یعنی یه جوری حرف زده که 1400 ساله، یعنی یه کسی مثل 262 اومده تازه فهمیده که منظور قرآن چیه، تازه کسی هم فکر کنم خیلی باید مسلمان موافق باشن. یعنی این چه کتابیه که جوری نوشته شده که منظور اصلیشو هیچ کسی نمیفهمه، هر کسی تو میگی همه مسلمان ها اشتباه فهمیدن، اون کسایی هم که شبیه مسلمان ها نیستن کاملا با هم مخالفن، از مالکشیشون کاملا با هم فرق داره، یعنی توجیه هایی که میان میکنن که چرا قرآن چرت و پرت نیست، زمین تا آسمون برداشتاشون با هم فرق میکنه. خب حداقلی که میتونیم درباره خدا بگیم اینه که بی‌ارزه است، روش ارتباط برقرار کردنش با مردمش کاملا ضعیفه، با انسان ها کاملا ضعیفه. خب یا یک دینیه که ببین
یا این یه دینیه که واقعا چرت و پرته، یا شما یه خدایی دارین که بلد نیست ارتباط برقرار بکنه با انسان‌ها، بلد کتاب نوشتن حالیش نیست، باید بره انشا نویسی، تو کلاس انشا باید بوده. یا اینکه این کتابه یه جوری عمدن به قولی پیچونده شده، یعنی مثلا اگه میخواسته به پیچونه، خدای پیچاننده قهاره، یعنی اینجوری تصور کن، اگه میخواسته، من هدفش این بوده که این کتاب هر کسی نفهمدش، خوب جوری نوشتش، این هم میتونی بگی، ولی شاید اشتباه کرده که جوری نوشته که همه نفهمن. خب واقعا فکر نمی کنی. ببین آره، من میتونم هزار تا سناریوی دیگه برای تو بیارم، خب، ولی خیلی برای من عجیبه که تو نتونی برات واضح باشه که پر احتمال ترین دلیل اینه که این دین خدایی نیست، اینا یک اختراع یک انسان هست. یعنی واقعا این راحت ترین، من به دین شک ندارم، گفتم دینش به نظر من ساخته دست انسان هست، یعنی دین اسلام، خود قرآن رو هنوز شک دارم. خب اگه اینجوری برسم، شک داری؟ آره خود قرآن شک داری؟ آره یعنی نیست که اینجور نیست که منم بگم یعنی الا لله این قرآن از طرف خدا اومده، منم اینو نمیگم، من میگم اگر از طرف قرآن از طرف خدا اومده باشه اینجوری، چی میگم؟ خب قبول از طرف خدا نیومده باشه، خب شما میتونید خیلی راحت بذارید که بذاریدش کنار، چون خیلی از کتابای دیگه هم مثلا از این کتاب خیلی پرمایه تر، ولی اگه کتاب از طرف خدا اومده باشه این معنی رو میتونه ازش بگیری. ببین من 100% با تو موافقم. ببین بذار من آرمین یه چیز دیگه بگم، بذار من حرفتو تایید کنم. خب اگر این کتاب واقعا از خدا اومده باشه، خب برداشت من حتما اشتباهه، خب نمیتونه این چیزی باشه که من دارم میخونم، خب ولی این اگر خیلی اگر بزرگیه و احتمالش هم، یعنی بر اساس چیزی که ما داریم میبینیم، میتونه چرا بگیم از خدا، ممکنه از شیطان هم باشه این کتاب، خب یعنی میتونه از یه موجود دیگه باشه که نه خداست نه شیطان، میتونه اصلا یک کتاب باشه از آدم فضایی اومده. خب یعنی اگه ما بگیم خدا، اگر... نه ببین ما اگه بخوام بگیم اگر، خب زبون که استخون که نداره، ما هر چیزی داره میخوام میتونیم بگیم، اگر که بی‌نهایت بعد از اگر یه بی‌نهایت چیز میتونیم بعدش بگیم، خب اگر این کتاب، خب ولی ما بر چیزایی که احتمالش صفر نیست ولی نزدیک به صفره وقت خیلی نباید روشون گذاشت. خب چیزایی که احتمالشون نزدیک، انقدر نزدیک صفره که تقریبا همون خود صفره اپسیلونه، انقدر تعدادشون زیاده که وقت گذاشتن روشون واقعا جهان رو همه این عقب نگه داشته. خب ما باید... یعنی واقعا چند تا کتاب در حد قرآن هست. ببین اگه چند تا کتاب، یعنی که میگید انقدر تعدادشون زیاده، چند تا کتاب ما داریم مثل قرآن که ادعا کنن که اینو خدا نوشته و خدا اینو آورده، که حالا بعلان هم مثلا یه 2 میلیارد نفر آدم همیان. 2 میلیارد نفر آدم بهش معتقد باشن، خب و این 2 میلیارد نفر آدم، خب ما باید حداقل برای اون یه کتابی که 2 میلیارد آدم بهش معتقدن وقت بذاریم بگیم این کتاب چیه، درسته دیگه؟ خب یعنی ما نمیتونیم مثلا برای قوم اینکاها که مثلا چند هزار سال پیش بودن و یه کتابی هم شاید داشتن و الان هیچ کی اون کتاب رو قبول نداره، نیاد شاید لازم نباشه وقت بذاریم، ولی الان مثلا بگیم که مثلا ما میتونیم بگیم اگر خدای مسلمان ها راست باشه و اگر خدای مسلمان ها درست گفته باشه، باید یه گونه‌ای به اسم جن وجود داشته باشن، درسته؟ من یکی اینا رو جواب بدم. خب اولا که من فکر کنم خودت هم قبول داری تعداد کسایی که یه چیزی رو قبول دارن باعث درست بودنش نمیشه، یعنی قبوله درسته. یکی دیگه هم این که گفتی که این مسلمانه، این 2 بیلیون مسلمانی که گفتی که اون اسلامی رو که تو قبول داری که اینا قبول ندارن، خب فکر کنم درسته، یعنی اینا قرآن رو قبول دارن، 2 میلیارد قرآن رو قبول دارن، ولی برداشتشون از قرآن اون چیزی که تو برداشتش تو هست نیست. خب یکی همین که من اینا کاملا قبول دارم که ما باید وقت بذاریم روی دینی که 2 بیلیون مردم قبول دارم، من حتی روی دینی که 100 هزار نفرم قبولش دارم
شناختش برای من اهمیت داره. خب به خاطر اینکه بالاخره این یه چیزیه که رو جامعه داره تاثیر میذاره. خب من اگه دارم میگم وقت نذاریم، منظورم اینه که وقت نذاریم روی این ارزشی من قائل نیستم برای اینکه تصور بکنیم که مثلا پیغمبر، مثلا محمد پیغمبر خدا بوده و این کتاب یعنی خودمون، یعنی با این اعتقاد خودمون به این اعتقادی که این کتاب خداست، این ارزشی نداره. خب ولی اینکه 2 بیلیون آدم این اعتقادو دارن، اینو من اعتقاد دارم. خب یعنی من اعتقاد ندارم که این کتاب از خدا اومده، ولی اعتقاد دارم که مثلا 2 بیلیون آدم اینو اعتقاد دارن و این چیز دیگه است. این برای من اهمیت داره. خب من حتی اسطوره هایی که الان کسی برایشون بهشون اعتقاد نداره، همه کسی که بهش اعتقاد داشتن مردن، اونا هم حتی برای من ارزش داره، برای که اونا هم داره به من نشون میده، یه چیزی یاد میده از جامعه، از انسان، از طرز فکر انسان ها، از طرز فکر تشکیل، از طرز تکامل جامعه، تکامل اسطوره، تاثیر افکار مردم روی رفتارشون. اسطوره ها اصلا خیلی هاشون اصلا باستابی از فلسفه های مردم توی زمان های مختلف هست. خدایانی که به وجود میارن باستابی هست از اینکه چه چیزهایی اون زمان مطرح بوده و چه چیزهایی مطرح نبوده، ترساشون چی بوده، امیداشون چی بوده، انگیزه هاشون چی بوده. اینکه یک اسطوره با یه اسطوره دیگه قاطی میشه بعضی موقع نشوننده اینه که دو تا جامعه دارن از جنگ میان بیرون، با هم دارن یکی میشن. اینا دونستن اینا خیلی ارزش داره، به شدت ارزش داره. من وقتی میگم قرآن رو بذارین کنار، من قرآن رو نذاشتم کنار، من خودم یه قرآن دارم. خب من 3 تا قرآن دارم، من قرآن رو هنوزم دارم مطالعه میکنم، من خود کلی دارم از قرآن چیز یاد میگیرم، ولی قرآن رو به عنوان یک دین میگم بذاریم کنار، قرآن رو به عنوان کلام خدا داریم میذاریم کنار، من قرآن رو به عنوان یک پدیده تاریخی هیچ وقت نمیذارم کنار، من قرآن رو به عنوان یک اسطوره، یک اتفاقی که تو تاریخ افتاده و ازش میتونم یاد بگیرم، که مثلا من خیلی برام جالبه که این مثلا یه چیزی تو قرآن اتفاق گفته شده و یه جایی توی اروپا یک شعری هست که دقیقا شبیه این تو قرآنه، ما میخوایم ببینیم این چجوری اینا از کجا به هم وصل شدن، این از کجا به اونجا رسیده. مثلا یه چیزی رو نگاه میکنیم مثلا توی قرآن میبینیم یه چیزی کاملا شبیه یه چیزی توی مثلا یه کتاب یهودیا هست که اصلا تو تورات هم نبوده، میگیم این از اینجا به اونجا کجا رسیده، چرا رسیده، این عقیده از کجا اومده. یه سری عقاید افلاطونی ممکنه مثلا تو بعضی جا تو احادیث ببینیم، میخوام اینا یاد گرفتن اینه که اینا چجوری تکامل پیدا کردن و این از کجا به اینجا رسیده و چجوری رو جامعه تاثیر داره، این اصلا از جامعه به ما کلی چیز یاد میده، از تاریخ به ما کلی چیز یاد میده، از اینکه فلسفه اینا ارزش داره. خب یعنی من قرآن رو ببین به دو صورت میتونی قرآن رو بخونی، منم به این دو صورت دقیقاً میخونم، یعنی به هر دو صورت. صورت اول اینه که شما فرض کنید که قرآن از طرف خدا اومده، با این پیش فرض بری سمتش و بگی که این قرآنی که از طرف خدا اومده چی داره میگه. اگه من میگم اگه بپذیری که از این، یعنی فرض کنی یه آدم محققی میخوای قبول کنی که این از طرف خدا اومده، چرا؟ چون اون موقع دیده مسلمان ها به قرآن رو میتونی نقد کنی و بعد میتونی به یه مسلمان بگی که توی مسلمان که فکر میکنی این از طرف خدا اومده، خدای تو اینجوری گفته یا نمیتونسته اینجوری بگه، منظورش اینه یا منظورش نمیتونسته این باشه. این یکی. و دید دوم اینه که من وقتی قرآن رو میخونم میخوام ببینم آیا این حرف هایی که من به عنوان یک مسلمان مثلا تا 20 سالگیم که مطلقا نه قرآن خونده بودم، فقط یه پامنبری بودم و حرف شنیدم، خب آیا حرف هایی که از اسلام شنیدم با اون چیزی که توی قرآن هست تطبیق داره یا نه؟ من به این دو دید قرآن رو میخونم. دید اولم اینه که خب حالا اگه قرآن راسته، من از توش میفهمم که یه موجودی باید به اسم جن وجود داشته باشه. خب کجاست؟ خب خود خدا توی قرآن میگه کجاست؟ خب و خود قرآن میگه که یه زمانی بعد از مرگ سلیمان جنیان بر آدم ها حکومت میکردن. خب اگه یه زمانی حکومت میکردن بر مردم، یعنی یه زمانی با مردم قاطی بودن، خب اینا کجان؟ این یکی. خب میدونی چی میگم؟ من اون موقع یه مسلمان میگم که تو الان خودت اعتقاد داری که جن وجود داره؟ آره، چون هنوز از اسلام کاملا جدا نشدم که. خب به عنوان یه مسلمان ببین، منو دو تا در نظر بگیر. یک، منی که اعتقادات خودم میگم. دو، وقتی که دارم در مورد قرآن توضیح میدم. وقتی که من 262 رو میشنوی که دارم اعتقادات خودم رو میگم، اون موقع اعتقاده، یعنی هیچ استدلالی براش ندارم، اعتقاده. خب
یعنی میگی که چرا اینجوری میگی؟ چون میگم چون قرآن گفته. من هیچ استدلالی براش ندارم. خب حالا اینکه جنا آیا وجود این دارن، روش درست، آیا تو مشکلی با این روش نتیجه گیری نمیبینی؟ اگه روش نتیجه گیری من به عنوان یک آدم معتقد باشه، نه، چون من اون موقع با اعتقادم هم نمیرم با کسی دیگه دعوا کنم، میگم یه اعتقاده، خب به من چه دیگه، اعتقاده و لزومی هم نداره که آیا حتما اعتقاد من درست باشه. گرفتی چی میگم؟ خب اگر من بگم که اعتقاد من لزوم نداره حتما ولی درست، بهتره. آیا دوست نداری که اعتقادات درست بشه؟ خب آخه مثلا فرض کنید، مثلا میگم بین شیعه و سنی این تفاوت وجود داشته باشه که مثلا میگم، مثلا به یه مسلمان بگی که شما نمازتون از کجا میگیرید که 2 رکعت نماز صبح میخونه، بگی که خب به ما گفتن دیگه، خب حالا چه 2 رکعت بخونم چه 3 رکعت چه فرقی میکنه؟ ببین چی میگم، اعتقادی نه که بی ولی ضرر نه باشه، تو نمیتونی اعتقادات برای درست و غلطش رو تعیین اعتقادات کنی، میتونه. ببین تو میتونی آیا ثابت کنی تو جن وجود نداره؟ من این مقلته رو تو برنامه من اینجا نگاه آره صحبت نگاه نمی‌کنی. کردم ببین ولی تعداد، نمیتونی، من میدونم تو هم نمیتونی ببین ثابت کنی که وجود نداره. این مغلطه توسل به نادانیه. ما وقتی یه کسی ادعا میکنه یه چیزی وجود داره، ببین تو اگه میخوای اعتقاداتت بر اساس واقعیت باشه، بهتره که به یه چیزایی اعتقاد داشته باشی که میتونی اثبات بکنی که وجود داره، نه اینکه به یه چیزی اعتقاد پیدا بکنی اعتقاد داشته باشی مگر اینکه کسی بتونه بیاد اثبات بکنه وجود نداره. اگه تو معیارت این باشه که من به هر چیزی که کسی نتونه بیاد اثبات بکنه که یه چیزی وجود نداره به اون اعتقاد پیدا میکنم، خب تو باید به همه چی اعتقاد، به یک بی‌نهایت چیز وجود داره که کسی نمیتونه اثبات بکنه. که ببین الان من دارم میگم یک لاک پشت روی کره ماه وجود، توی قسمت تاریک کره ماه الان وجود داره که اکسیژن هم لازم نداره برای زندگیش. خب یک لاک پشت خیلی خاصی هست توی قسمت تاریک کره ماه الان داره زندگی میکنه، فقط هم یک لاک پشت و هیچ احتیاجی هم برای اکسیژن برای زندگی کردن نداره. خب آیا شما میتونی اثبات بکنی 262 تا، آیا میتونی اثبات بکنی برای من که این لاک پشت وجود نداره؟ نه نمیتونم، ولی پس آیا اینجوری اعتقاد در داری به این نظر لاک بگیر، پشت؟ آیا اعتقاد داری به این لاک پشت؟ من نمیتونم. اون موقع تو میتونی به من بگی که اعتقاد داشته باش به این لاک پشت؟ نه، چون تو هم نمیتونی اثباتش کنی. من اینجوری آیا میگم، من داری؟ وقتی من نمیگم، نمیگم نداشته باش، من میگم تو اگه داشته باشی به این، من نمیگم داشته باشه، من که زور نمیتونم بکنم. خب ولی من میگم کسی که به این لاک پشت اعتقاد داره یه مشکل خیلی خاصی داره. خب نه نمیگم که نداشته نه نه باشه نداشته کسی باشه، که به اگه این کسی لاک بگه پشت که اعتقاد اگه داره، کسی شاید از یه پدر و مادری که به این لاک پشت اعتقاد دارن به دنیا اومده دیگه، جرمش آها چیه؟ همین. جرمش، ببین هر چیز غلطی که من به جرم عنوان نیست. یک ببین مسلمان نه به دنیا ببین اومدم، ببین من به عنوان یک باید جواب، مسلمان به دنیا نه اومدم، بذار جواب بده. میتونم خیلی راحت دینمو بذارم کنار، بگم چون هیچ اثباتی براش وجود نداره، و میتونم هم بگم من حداقل اون بخشهایی از دینمو میذارم کنار که ضدش ثابت شده. گرفتی چی میگم؟ نه ببین خب این هزینه داره، خب جرم نیست ولی هزینه داره. خب من هر چیزی که بدی که حتما جرم نیست، درسته؟ خزینهشو که من من اگه دارم بگم میدم، کسی دیگه ای نمیده. نه، هزینهش همه جهان داره میده. ببین گوش کن، من اگه بگم که شکر نخور برات بده، تو نمیتونی بیای بگی که مگه شکر خوردن جرمه. نه جرم نیست ولی برات بده. خب حالا میگی که برای هزینهشو من دارم میدم. خب نه، ما میریم سراغ سیگار. خب میگم سیگار نکش برات بده، میگی بعد میگم که هزینهش رو من دارم میدم. نه هزینهش رو بقیه هم دارن میدن، کسی که دور و برت هم دارن میدن. خب کلا جامعه، ببین فقط هم اسلام نه، خب مردم هزینهش رو تو داری میدی، ولی ما اعتقاد ما خب بر اساس اینه که تعداد کسایی که تو جامعه اعتقاداتشون بر اساس سند و بر اساس روش درست نتیجه گیری باشه، این فقط به نفع خودشون نیست، این به نفع همه جامعه است، حالا چه اسلام چه هر مزخرفات دیگه. خب اگه توی جامعه مردم استدلالاشون ضعیف باشه و اعتقاداتشون با واقعیت از واقعیت خیلی دور باشه، فقط خودشون نیستن که هزینه رو میدن، همه جامعه هزینه رو میده. یک جامعه ای که تعداد مردمش که عقایدشون با واقعیت بیشتر نزدیک باشه، این جامعه به اهدافش سریعتر میرسه و این جامعه سریعتر پیشرفت میکنه و حتی کسانی که اعتقاداتشون مزخرفه تو جامعه ای زندگی کنن
که اکثر کسایی که دیگه تو جامعه زندگی میکنن اعتقاداتشون بیشتر نزدیک به واقعیت باشه، حتی اون کسایی هم که اعتقاداتشون غلطه دارن از این سود میبرن. خب یعنی اگه شما خودتون سعی کنین که یکی از کسایی باشین که استدلالاتون قوی باشه و روش نتیجه گیریاتون بهتر باشه، فقط به خودتون سود نمیرسونین، حتی به کسایی که این کارا هم نمیکنن دارین به یه جوری به طور غیر مستقیم سود میرسونین. خب برای همین ما تبلیغ داریم میکنیم از علیه روشهای غلط نتیجه گیری که دین هم یکی از بزرگترین روشونه. تو به علم من از این حرفای تو اینجوری فهمیدم تو به علم پراگماتیستی اعتقاد داری، یعنی اینکه میگی که من هر چیز رو بتونم اثبات کنم، هر چیزی ببینم، حالا ببینم به این معنی که یا ببینم یا بشنوم یا بفهمم، یه جوری مطمئن بشم ازش وجود داره. خب تو به این اعتقاد داری، ولی من یکم دایرم گسترده تره و من میگم که من اول یه سری چیزایی رو شنیدم، یه سری چیزایی رو بهم گفتن، این چیزایی رو که بهم گفتن به عنوان اینکه الا ولله وجود داشتن نمیگم. من مثلا نمیگم حتما جن وجود داره، حتی الان میگم به عنوان یک مسلمان، خب ولی به عنوان یک مسلمان مثلا نمیگم که چون جن وجود داره حتما من باید به تو بقبولونم که اینو که جن وجود داره تو قبول کنی این رو که جن وجود داره، میتونی قبول نکنی. این اعتقاده. ببین یه سری از من میگم یه سری از اعتقادها و باورها رو تو اگه بخوای به زور از مردم بگیری، وقتی که اون باور و اعتقاد تو نمیتونی ردش کنی، میدونی؟ یعنی مثلا من میتونم بذاری مثلا طب اسلامی تو میتونی خیلی راحت ردش کنی و من نمیتونم دیگه، هیچ سلاحی در مقابل این ندارم که تو بیای طب اسلامی رو رد کنی و اون موقع اگر من قبول نکنم که طب اسلامی رد شده است، خب یا این چیزایی که ما میگیم در اسلام به عنوان مثلا دستورات پزشکی رد شده است، موقع یعنی من یه مشکلی دارم. ولی وقتی من دارم یه چیزی میگم، اگه تو بخوای اینجوری برخورد کنی که بگی که ما حتما باید در واقع علمی برخورد کنیم با قضیه، خب اینجوری شما هر کسی که خدا رو قبول داشته باشه مریض، خب چون خدا مطلقا نمیشه اثباتش کرد. دو تا موضوع رو ما داریم قاطی بکنیم. خب شما درباره زورگویی و تحمیلی بودن عقاید صحبت میکنین و ما داریم درباره روش درست نتیجه گیری صحبت کنیم. این دو تا بحث جداست. خب اینکه ما نباید تحمیل بکنیم عقایدمون رو بر کسی، اینو با هم موافقی؟ خب نه، تحمیل به رد رو در نظر بگیر، تو تحمیل کنی که من نباید اعتقاد داشته باشم. خب بله، این ما همش کاری نکردیم، ما داریم تبلیغ میکنیم نه تحمیل. خب درست. این دو تا بحث کاملا مختلفه. اینکه حالا بعضیا میگن که ببین من عقاید غلط خودمو دارم ولی به کسی اینو تحمیل نمیکنم، خب خسته نباشین که تحمیل نمی‌کنیم، ولی این عقاید غلط رو نداشتن بهتره. می‌دونی لازم شه، یعنی چون نمی‌تونیم بیان بگیم که خب اگه تحمیل می‌کردیم بدتر می‌شد، خب ولی نمی‌تونیم بگیم که خب حالا چون تحمیل نمی‌کنید برای همین اشکال نداره که من عقاید غلط دارم. عقاید غلط رو داشتن حتی اگه تحمیلم به کسی نکنی، حتی برای خودتون هم نگهداری، میگی خب این عقاید غلط، این عقاید من غلطه، خب غلطه، من به کسی تحمیل نمی‌کنم، برای همین اشکالی نداره. نه، هنوز هم اشکال داره. خب ولی اگه ما داریم میگیم هنوز هم اشکال داره، معنیش این نیست که ما میخوایم زورگویی بکنیم بیاد بگیم که تو تا ما قبولت نمیکنیم وقتی که این عقاید غلطو بذاری کنار. نه، معنیش اینه که چون ما فکر کنیم هنوز هم اشکال داره، ما هنوز تبلیغ میکنیم، دعوت میکنیم که شما بیاین یه بار دیگه نگاه بکنین عقاید خودتون رو ببینین که آیا درسته یا نه. خب ما اگه میگیم هنوز هم اشکال داره، معنیش اینه که ما تبلیغات خودمون رو ادامه میدیم، نه اینکه میایم میگیم که شما با ما دوست نمیتونید باشین اگه این تا اینکه عقاید بذارین کنار، ما شما رو تو جامعه قبول نمیکنیم تا وقتی که این عقاید بذارین کنار، شما کار به شما نمیدیم، شما رو مجازات میکنیم تا اینکه این عقاید بذارین کنار. نه، هیچ کدوم از اینا. اما اگه میگیم این عقاید اشکال داره، معنیش اینه که تا وقتی این عقاید باشه، ما علیهشون تبلیغمون رو ادامه خواهیم داد. خب ولی تو استفاده واژه غلط بود. تو وقتی میگی عقاید غلط، یعنی تو انگار تو تونستی ثابت کنی که عقاید من غلطه، در حالی که خودت هم میدونی که هیچکی نمیتونه که ثابت کنه اون ور ما اون لاک پشت وجود نداره. میدونی چی میگم؟ نه، عقاید غلط فرق میکنه با عقایدی که اثبات نشده که غلطن. درست، ولی نتیجه روش های غلط وجود داره. خب آره، میتونی بگی که من بگم از روش های غلط استفاده نکن، ولی نمیتونی بگی که به چیزای غلط، چون ما حرفای ما غلط نیست، حرفای ما درست اثبات نشده. فقط شما اگه از یه روش بد برسیم به این نتیجه ای که لاک پشت این لاک پشت شما تو قسمت تاریک ما وجود داره، عقیده شما غلطه،
حتی اگه اون لاکپشت اونجا باشه. خب شما فرض کنیم به فرض محال یه لاکپشت واقعا تو قسمت تاریک ما الان وجود داشته باشه. خب شما اگه بگی که من اعتقاد دارم این لاکپشت اونجا وجود داره به خاطر اینکه کسی نمیتونه اثبات بکنه که وجود نداره، خب حتی اگه اون لاکپشت واقعا اونجا باشه، این عقیده شما غلطه. خب درست. به خاطر این، خب مثلا یه مثال دیگه بزنم، فرض کنیم که آره خیلی خوب، برای همین من میگم غلطه. خب فرض کنیم به فرض محال اسلام واقعی باشه و خدا الله هم وجود داشته باشه، خب چون هیچ دلیلی الان وجود نداره که اینو ما باور کنیم، حتی اگه این واقعیت هم داشته باشه، مثلا من چیزی که دارم میگم اینه که کسی که ایمان داشته باشه به الله و پیغمبر و اسلام، این عقایدش غلطه حتی اگه الله هم واقعیت داشته باشه، برای اینکه هیچ دلیلی نداره که ما اینو باور کنیم. خب تو میگی که اول باید روش درست رو برای پیدا کردن یه سری عقاید داشته باشیم و بعد اون عقیده‌ای که بهش میرسیم درست باشه. یعنی حالا اگه یه چیز درست روش... اعتقاد داشته باشیم ولی از یه راه غلط بهش رسیده باشیم، غلطه دیگه. بله، برای اینکه روش از خود نتیجه مهمتره. برای اینکه روش درست اکثر به ما نتیجه بهتری میده، هر از چندگاهی هم به ما نتیجه غلط میده، ولی چون اکثر موقع به ما نتیجه درست میده، ما باید تبلیغ روش نتیجه گیری درست بکنیم. خب و روش های غلط هر از چندگاهی تصادفی به ما نتیجه درست میده. خب من مثلا ممکنه یه نفر فالگیری بکنه، نتیجه فال بده که برو دانشگاه. خب بعد یه نفر بره دانشگاه، کلی هم به نفعش بشه. خب این معنیش نیست که فالگیری روش خوب نتیجه گیریه. خب روش های غلط با اینکه به طور تصادفی به ما بعضی موقع نتیجه درست میده، هزینه این روش های غلط حتی با اون استثناءهای خاصش هزینهش زیاده و روش های غلط ما علیهش تبلیغ میکنیم. و یکی از بزرگترین روش های غلطی که ما علیهش تبلیغ میکنیم دین و وحی و ایمان و اینجور چیز هست. و من هم قبول دارم که این روش غلطیه، ولی خب شما نمیتونید به یک آدم مؤمن بگید، به یک مسلمان بگید که شما باید برای همه اعتقاداتت شاید از این به بعد به قول این روش شما، این حرف شما اینجور سند باشه که از این به بعد اعتقاد غلط نبافید. ولی خب الان ما یه سری اعتقادات بافتیم، 1400 سال هم ازش گذشته. میتونیم ما همین الان یک شب همه رو کنار بذاریم؟ ما میتونیم بعد بهش فکر کنیم بخش غلطشو به مرور با اون روشمندی علمی که میگی بهش فکر کنیم بخش غلطشو در بیاریم. ولی اگه مثلا ما الان 1400 مثلا میگم فرض کن الان من مثلا توی قرآن بخونم که مثلا اجنه اینجور بودن با مردم نشست و برخاست میکردن و بعد هیچ جایی نفهمن، خب بالاخره سرانجام اینا چی شد؟ خب چرا الان نیستن؟ چرا الان یکی مثلا چرا من تا همین 30 سال پیش 40 سال پیش از پیرمرد پیرزنای خانواده خودمون میشنیدیم که مثلا ما جن دیدیم، ولی الان این همه ابزار داره کره زمین رو رصد میکنه و هیچی نمیبینه؟ اون موقع من میتونستم بگم که خب بالاخره یه عقیده غلط ما داریم. ولی اگه مثلا من توی قرآنم بخونم که جنای زمان روی سطح زمین وجود داشتن، شیطان اینه، اینجوری این ماهیت وجود داره و بعد الان از ما جدا شدن، به مدت خیلی زیادی از ما جدا شدن و حتی خیلی وقت دیگه با ما ارتباط ندارن اجنه، خب اون موقع تو نمیتونی اثبات کنی، تو نمیتونی ردش کنی. منم اون اعتقاد اولیه‌مو نمیتونم همینجوری بندازم کنار و بالاخره به عنوان یک مسلمانی که 18 سالگی با این دین بزرگ شدم، دو تا راه برای من میمونه. یک، از نسل بعدم دیگه نذارم با این اعتقادات بزرگ بشه، اون دیگه صفر میتونه خودش بشینه همون روشمندی علمی رو که میگی پی بگیره. دومم اینه که میتونم به این عقایدی که دارم فکر کنم حداقل و بشینم وقتی فکر میکنم آیا درسته، آیا طبق این کتابی که من دارم، این حرفایی که من دارم میگم درسته یا نه. من فقط دارم مثل حرفای غلط رو، غلط به این معنی که اثبات شده نادرسته رو قبول میکنم. حالا به نظر تو من کار اشتباهی میکنم؟ ببین، تو چیزی که داری صحبت میکنی درباره اینه که ما از لحاظ روحی مثلا یه سری عقایدی رو باش بزرگ شدیم، گذاشتن اینا از لحاظ روحی کار سختیه برای بعضیم. خب و اینو من قبول دارم، برای بعضی کار سختیه، یه چیزی که باش بزرگ شدیم، یه چیزی که بهش اعتقاد داشتیم، و من حاضرم که مثلا بگم که خب سختی اینو
یعنی باعثی نیست که مثلا من چون یه نفر نمیتونه بگم که ای تو ضعیفی باش دشمنی بکنم، این قابل قبوله. بالاخره ما یک موجود احساسی هستیم، یک انسانی هستیم که نمیتونیم همیشه منطقی باشیم. احساساتمون، تمایلاتمون، چیزی که باش از بچگی بزرگ شدیم، چیزایی که دوست داریم واقعیت داشته باشه و ممکنه منطقی برش نداشته باشیم، سخته که بالاخره ما که ربات که نیستیم که، درسته؟ که بیایم همه چی رو به صورت ریاضیوار محاسبه بکنیم ببینیم نتیجه چی میشه و کاملا منطقی همیشه فکر بکنیم. خب یعنی این دردناک بودن مثلا گذاشتن کنار یه چیزی مثل اسلام برای بعضیامون کاملا قابل فهمه. خب ما نمیتونیم میگیم سرزنش بکنیم که ما داریم تبلیغ میکنیم. اگه کسی هم مثلا نتونست، اینجوری نیست که مثلا دشمنی باهاش بکنیم. داریم تبلیغ میکنیم، پیشنهاد میکنیم. اگه کسی تونست تشویقش میکنیم، کسی نتونست بازم تبلیغ میکنیم. ولی یه چیزی من نگفتم از سعی میکنم. بگو. نه من ببین، من خودم عقاید اشتباه کلی دارم، خب نمیدونم کدومشون اشتباهه، خب ولی کاملا تقریبا مطمئنم که کلی عقاید اشتباه دارم، خب و عقاید اشتباهی هم که دارم خیلی هاش به احتمال زیاد به خاطر این اونا رو دارم که دوست ندارم مخالفش درست باشه. خب یعنی خودم فکر میکنم که نه، اینو به طور منطقی بهش رسیدم ولی اشتباهه، و دلیل این که نمیفهمم اشتباهه به خاطر این که از لحاظ روانی اشتباه بودنش برای روحی من هزینه داره. خب و چون هزینه داره منطق من دسترسی نداره به این که به اون قسمتی که ببینه به طور واضح که ببینه که این اشتباهه. خب و من کلی عقاید اینجوری دارم، نمیدونم کدوم عقایدم اینجوریه، اگه میدونستم میذاشتمشون کنار. خب اینجوری نیست که مثلا ما بیام انتظارش بگیم که نه همه باید همه عقایدشون درست باشه، همه باید بیان منطقی فکر کنن. مثل یه ورزشه، داریم سعی میکنیم که قوی‌تر بشیم. فرض کن من مسلمان، فرض کن مثلا سال 2012 شنیدم که دنیا میخواد به پایان برسه و قوم مایه ها این رو گفتن. خب اون موقع من قبول که نمی کنم، همینجوری میگم خب علتش چیه که 2012 میخواد تموم بشه؟ میگن خب حالا بیاید مثلا براتون توضیح بدیم، مثلا هر 1000 سال، مثلا من اینو یادم یک کتاب الکترومغناطیس داشتیم گوشش نوشته بود که هر نمیدونم چند سال، چند هزار سال جای قطب مغناطیسی زمین عوض میشه، و خب این که جای قطب مغناطیسی زمین عوض میشه باعث میشه که زمین برعکس بچرخه، و اگر مثلا و پیش بینی میشه که 1000 سال از این مونده. خب من یادم پاورقی دقیقاً این نوشته بود، و اگر همین اتفاق فردا بیفته خطای محاسبات ما مثلا 0.02%، یه همچین مثلا جمله نوشته بود. منظورم این بود که من وقتی با یک اعتقاد دیگه برخورد میکنم، با یک حرف دیگه، مثلا من با مسیحیت برخورد میکنم، با یهودیت، با مثلا زرتشتی ها حرف میزنم، اون موقع میشینم استدلال میکنم که آیا حرف هاشون تناقض داره، در واقع از پایه غلطه یا نه. ولی خب برای اعتقادات خودم، برای دور ریختنشون این اعتقاد، این کارو انجام میدم. وقتی که مثلا من به عنوان یک مسلمان میخوام بگم مثلا این کار ما مسلمان ها غلطه، مثلا میگم، مثلا مثال بزنم، شما اگه چیز رو باز کنید، این کتاب مفاتیح جنان رو باز کنید، خیلی حرفای بی خود توش نوشته، خیلی حرف بی خود. یا همین به قول خوب، حالا همین که چندین بار گفتم، رساله های اسلام رو باز کنین، حرفای بی خود بیستر و ته خیلی توش نوشته شده. خب من اگه اونا رو قبول کنم، تو میتونی به من ایراد بگیری که 262 چرا اینا رو قبول کردی، اینا که اثباتش خیلی واضحه، ولی تو نمیتونی به من، واقعا نمیتونی به من بگی که چرا اعتقاد داری به اینکه جن وجود داره. خب من میگم آقا جن وجود داره، ولی نمیتونی به هیچ وجه نمیتونی بگی چرا وجود، چرا اعتقاد داری. میتونی بگی که نمیتونی بگی، میتونی البته میتونی بگی، گفتنش که سخت نیست، ولی منظورم به گفتن نیست، منظورم اینه که از نظر علمی تو نمیتونی رد کنی حرف منو. من میگم وجود داره، تو میگی که وجود نداره. نه ببین، تو میگی که من اینو 1000 بار جواب دادم کاملا. ببین، کسی که یه ادعای رو قبول داره، بار اثبات بر کسی که ادعا میکنه اصلا روش استدلال اینه. اتفاقا کسی که داره میگه من یه چیزی اعتقاد دارم، از اون باید سوال بشه که چرا این اعتقاد داریم. کسی که باور نداره نباید ازش سوال بشه که چرا باور نداری. من بهت گفتم قرآن استدلال نمیکنه. قرآن
اینم بگم، من بگم برای در مورد همین قرآن، قرآن چه ببین برای همین قرآن قرآن چرته، چون استدلال استدلال نمیکنه، نداره. چون خب استدلال چرت، برای همین نمیکنه. چرته، برای همین چرته شاید راست میگی، شاید برای همین چرته. چون ببین چی یه بگم؟ چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم بگم، قرآن هم به همون چرت و پرتی که این کتابای اسلامی دیگه هم داری میگی، خب ولی تو رو قرآن تعصب داری، رو اونا تعصب نداری، چون اون کتابای دیگه هم که میخونی، کتابای دیگه مثلا کتاب ببین من این کاری که تو با قرآن میکنی، کتابای حدیثی رو که مثلا تو میخونی میگی اینا چرت و پرته، من میتونم با اون روش برداشتی رو که تو داری از قرآن که مثلا با اون جیمناستیکی میای همین چرت تفسیرش عوض میکنی که کتاب قشنگ میشه، من با حدیث بخاری هم میتونم این کارو بکنم. من میتونم حدیث بخاری رو یه کتاب خیلی قشنگ بکنم با یه تفسیری که ازش میکنم. ولی یه سوال، من یه سوال میکنم ازت 262، آیا تو نمیخوای، دوست داری که عقایدت با واقعیت نزدیکتر باشه؟ دوست داری یا نه؟ میخوای یا نه؟ میخوام عقایدم با واقعیت نزدیکتر باشه. خب همین که میام عقایدی که واقعیت رو نقض میکنه میریزم دور، یعنی این که عقایدی که با واقعیت نزدیکتر باشه رو بیشتر قبول دارم. ولی عقایدی که واقعیت رو نقض نمی کنه چی؟ خب مشکله، ببین مشکل باور کردن به عقایدی که مثلا واقعیت رو نقض نمی کنه، البته جن که واقعیت رو نقض میکنه، خب ولی حالا فرض کنیم که نمی کنه، لاک پشت من مثلا راسلز تیپات مثلا، چیزای مثلا مختلف زیاد درش وجود داره، خب روح واقعیت رو نقض میکنه. من مثال معروفی که وجود داره اینه که من میتونم بگم تو گاراژ من، این مثال کارل سیگانه، یک اژدها من دارم، میگن اژدهای توی گاراژ، اژدهای من یه اژدها تو گاراژم دارم و این اژدها نامریه، هیچ گرمایی ازش بیرون نمیاد، هیچ رد پایی نمیذاره، هیچ روش مشاهده و تجربه کردن اژدها وجود نداره و این اژدها تو گاراژ من الان هست و هیچ کم نمیتونه اثبات بکنه که این اژدهای من وجود نداره و من به این اژدها اعتقاد دارم. هزینه این که ما به این اژدها اعتقاد داشته باشیم چیه؟ این که هیچ چیز رو نقض نمیکنه، کسی هم نمیتونه بیاد اثبات بکنه که این اژدها وجود نداره. خب مشکل اعتقاد به این اژدها همین به وجود اومدن چرت و پرتای مثل دینه، برای اینکه ما اگه اینجوری بتونیم اعتقاد پیدا بکنیم به چیزی که نتونیم ردش بکنیم، ما توجیه به هر چرت و پرتی رو میتونیم، اعتقاد به هر چرت و پرتی رو ما میتونیم اینجوری توجیه بکنیم و خطرناکترین عقاید دنیا رو ما اینجوری میتونیم توجیه بکنیم. خب ما یعنی اگه استدلال ما، روش استدلال ما این باشه که ما میتونیم اعتقاد داشته باشیم به چیزی که نمیتونیم به طور کامل، ما اصلا علم رو باید بذاریم کنار، چون توی علم هیچ چیزی به طور کامل رد نمیشه. خب یعنی توی دین ما از inductive reasoning استفاده میشه، خب از استقرار استفاده میشه، ما از deductive reasoning توی علم استفاده نمی کنیم و هیچ چیزی به طور 100% رد نمیشه. برای همین ما احتمال همه چیز رو ما میتونیم حتی اعتقاد داشته باشیم به این که جاذبه، قدرت جاذبه فردا ساعت 4:30 قطع میشه، هیچ کس هم نمیتونه بیاد اثبات بکنه که این اتفاق نمیفته. ما باید بیام آیا بیام تصمیم گیری بکنیم بر اساس که این احتمال وجود، این احتمال این وجود داره یا نداره. یعنی اصلا دنیای خرط و خری میشه، یعنی اصلا هیچ علم میره کنار، استدلال میره کنار، ما اگه بخوایم اینجوری نتیجه گیری بکنیم این کاملا کاملا خطرناکه. یعنی همین چیزا بشه، دو تا مثال خودت رو در نظر بگیر، دو تا مثالی که خودت گفتی، یکی گفتی که یه اژدهایی هست توی یه گاراژی و هیچ چیزی نمیشه اثباتش کرد، هیچ کاریش نمیشه کرد، شما بعد میتونی باور کنی میتونی باور نکنی، درسته؟ مثال دوم این بود که گفتی فردا ساعت 4 بعد از ظهر جاذبه از بین میره. دین بیشتر شبیه به این دومیه تا شبیه به اولی. ببین اولی میگه که جن وجود داره، خب جن وجود داره و همین تمام، جن یه موجودیه که شما نمیتونید ببینینش، اونم شما رو نمیتونه ببینه، با همین چه ارتباطی ندارین و جدا از همین کاملا. این بخش اول، این میشه همون گاراژه. ولی اگر شما دنباله حرف دین رو بگیرید، میگینید که میگه که مثلا دین میگه که اینا قراره یه روزی بیان روی سطح زمین و بعد اینا باید با شما پیوند برقرار میکنن، نژادی از بین شما تشکیل میشه و و و و و. ما میگیم که اگر دین در همون حد اولیه تو گاراژه میمون، خب قبوله، ما میریزیمش دور، چون خب باشه که باشه. حالا اگه ما یه زمانی فهمیدیم که تو اون گاراژ اجراها هست،
خودمون بهش فهمیدیم دممون گرم، و اگه فهمیدیم که نیستن باز خودمون فهمیدیم که نیست و دممون گرم. ولی اگر ادامه داد و حرفاش انقدر بزرگ شد، انقدر این دینه، حالا من اصلا وقتی میگم دین منظورم فقط قرآن، کاری به اسلام ندارم، بقول اون حرف توضیحی که دادم اول کار، وقتی که میگیم قرآن داره این توضیح ها رو میده، و اون موقع شما اگر یعنی یه چیز کوچولو نمیگه، بگه فقط جن وجود داره، جن میگه و براش یه لشکر توضیح میده، خب، و وقتی که شما دست شما بیشتر بازه که رد کنین حرف ما رو، دست شما بیشتر بازه، اینجور نیست که مثلا ما همینجوری فردا صبح پاشیم بگیم که جن وجود داره، مثل روح نیست، روح توی قرآن وقتی از خدا میپرسن روح چیه، میگه روح یه چیزی از علم خدا، دست شما مطلقا بسته است. خب ببین تو، یعنی تو هزینه ای نمیبینی برای اینکه تو میگی مثل اعتقاد به اینه که جاذبه فردا ساعت 4 قطع میشه. من میگم اثبات کردن این که اگه فردا ساعت 4 شد قطع نشد چی؟ اون موقع شما میتونید به من ایراد بگیرید، درسته؟ ببین من حالا وارد جزئیات دیگه نمیخوام بشم چون دیگه بالای 3 ساعت شد. خب گفتیم 5 دقیقه الان نیم ساعت بعد از اون گذشت. من فقط سوالم اینه، تو واقعا تو هزینه این که ما روش نتیجه گیریمون جایی بذاره برای اعتقاداتی مثل این که کسی نمیتونه اثبات بکنه که مثلا جاذبه قرار نیست تموم بشه، یا کسی نمیتونه به من اثبات بکنه که، یعنی این روش نتیجه گیری تو رو، خب ما اینو قبول بکنیم و اینو غلط ندونیم و علیش تبلیغ نکنیم، تو هزینه اینو واقعا خودت نمیبینی؟ من میبینم، من گفتم، من نگفتم، من نگفتم که حرفای من خب درست، حتی هم نمیگم خب که این که من از من سوال از من سوالت از من این بود، تو سوالت از من این بود که چه اشکالی داره حالا مثلا یه چیزی داره که نمیشه ردش کرد ولی بدون استدلال و بدون سند و بدون منطق ما بهش اعتقاد داشته باشیم، این چه اشکالی داره؟ خب من مشکلم با خود نتیجه نیست، من مشکلم به رواج پیدا کردن این روش نتیجه گیریه. خب تو خودت نمیدونی که چرا ما مشکل داریم با این روش نتیجه گیری و چرا باید با علیه این روش های نتیجه گیری جنگید؟ ببین اولا که آره میبینی، من میبینم ایرادشو، میبینم چون اگر ما قبول کنیم اینجوری هر خرافه میتونه حق داشته باشه که بیاد و ما بررسیش کنیم، خب نمیتونیم که همه خرافه ها رو بررسی کنیم، اما دو تا حرف است. یک، تو به همه خرافه ها گیر نمیدی، چون اساسا این یه نوع ذوق توی بشر ایجاد میکنه اینکه خرافه وجود داشته باشه. یعنی مثلا ببینید چه میدونم فلان تیم فوتبال، اتفاقا من به همشون گیر میدم، من به همشون گیر میدم. مثلا فرض کن چه میدونم فلان تیم فوتبال یه رگ قرمز میذاره روی لباسش، میگه که این برام خوشیوم نمیاره، تو به اون که من نمیدی. گیر میدم، و اگر گیر میدی انقدر براش برنامه نمیسازی، انقدر توی دنیا برای اسلام برنامه ساخته شده که اسلام خرافاتش چیه، برای اون تیمه ساخته نشده چون اسلام تأثیرش بیشتره. ببین بله خب ببین میگی خب که تو من اون حالا من خب در مورد دومیش گفتم، این تا اینجا حرفمون قبوله، تا اینجا حرفمون یکیه. ببین تا اینجا حرفمون یکیه، ادامه حرفمون ادامه حرف باشه. تو من سریع بهم بگم، خب میگم من میگم علای خرافاتم، خب میگی خب با همه خرافات میجنگی، میگم بله با همشون میجنگم، بعد میگم خب ولی خرافات A که 100 نفر قبولش دارن تو بیشتر داری در بر اون صحبت میزنی تو خرافات بی که یه نفر قبولش داره. خب بله معلومه، خسته نباشی، خب معلومه، بعد چیکار کنم؟ برم همون اندازه در بر خرافات بی صحبت کنم که در بر خرافات ای که 100 نفر قبولش دارن صحبت کنم؟ خب چه کاری؟ خب بگو. بعد من میگم که خرافات ای خرافات پروبال نیافته ایه و تو خیلی هم نمیشه در موردش حرف زد. یعنی مثلا نهایتش میگی که خب این که خوشیومنه، بعد طرف میگه که ببین مثلا ما یه روز این رگ قرمز رو لباسمون برداشتیم باختیم، یا مثلا پس برداشت گذاشتیم، نهایتا تو در همین حد میتونی اثبات کنی باش بازی کنی. ولی خرافات دین انقدر پروبال یافته است، انقدر بستش دادن که این داستانه که به قول میگه که مثلا فرض کن تو مثلا بخوای بگی که بخوای باش بجنگی، راه دست شما بازتره، دست کسایی که در واقع نکته چیه؟ نکته تو بگو، من یه سال آخر میکنم بعد بریم. باش، نکته من اینه که دین ما، منی که به عنوان یه مسلمان میگم به دین اعتقاد دارم، به قرآن اعتقاد دارم، خیلی راحت تر میتونید باش مبارزه کنین و منم بیشتر حق دارم که روش پافشاری کنم تا زمانی که خلافش اثبات نشده، چون من یه حرف کوچولو نزدم، نگفتم یه لاک پشت اون ور ماهه،
یه حرف گنده زدم، یه حرف بزرگ، یه حرف توسعه یافته، گفتم مثلا یه جن وجود داره، این جن بیشتر و اینجوری کمتر لبه 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 لبه، و توضیح کامل دادم. بیشتر و کمتر نیست، همه حق دارن از عقایدشون دفاع بکنن. این یه سری صفر یکه. خب عقاید شما اشتباه باشه معنیش نیست که حق ندارین ازش دفاع بکنید. خب هر کسی حق داره از عقایدش دفاع بکنه، حتی اگر هم اشتباه باشه. خب ولی سوال آخر من اینه، شما به اینکه اسلام به دینتون شک دارین، به وجود خدا، به اینکه به قرآن قرآن کتاب و خدا خدا باشه؟ منظورته؟ آره، به شک، قرآن بله و خدا شک دارین؟ شک، بله. چرا شک دارین؟ شک به این معنی، شک به این معنی که شک در مقابل یقین، میدون چی میگم؟ نه شک در مقابل عدم اعتماد، شک در مقابل یقین. ببین به این معنی چرا شک دارم. خود قرآن به میگه شک داشته باش. میدونی چی میگم؟ قرآن میگه که حضرت ابراهیم براش مرده زنده کردیم، براش نمیدونم از آتیش نجاتش دادیم، بعد خودش هم تازه تهش برداشت به خدا گفت من بهت شک دارم. خود قرآن میگه، یعنی اینجور نیست که خدا از ما بخواد توی قرآن که من کلی خوشحال شدم همینجوری. فکر کردم تو خودت شکگرا داری میشی، تو یعنی داری فقط فرمان دنبال میکنی، یعنی نه کتاب نه بسه اینجور نیست که من بگم، من بگم چون ببین گفته که لیدر شک داشته باش. مستقل فکر کن، این که این کتاب رو کردی مثلا لازم ببین مشکل این کتاب، مشکل دین تو هم حتی با اینکه اسلامت با اسلام خیلی ها فرق میکنه، یکی از بزرگترین مشکلات دینم هم همینه، انگار همش منتظر موندین یه کسی به شما دستور بده که چپ برو راست برو. ببین یعنی گوش به فرمان یک کتابید، گوش به این خیلی فرمانی خطر. آره یعنی یه ذره این اینو مشکلش رو نمیبینی که مثلا چجوری مثلا رباتوار منتظرین که یعنی انگار این قبول دارم، اخلاق من قبول ببین دارم، اصلا من اخلاق نیست. حتی اگرم اجازه شک به خودم میدم، چون اجازه شک داده، من خب قبول این دارم این خیلی کارم. این خیلی ناراحت کننده است که این یه همچین روش زندگی که ببین به جای اینکه بیاین یعنی برتری اینه که ما بیایم به جای اینکه ببینیم که مثلا خود یه مش آدم 1400 سال پیش به ما چه فرمانی دادن، بیایم از منطقی استدلال بکنیم ببینیم این رو جامعه سود داره، هزینه داره، باعث بهتر شدن بشریت میشه نمیشه، جامعه رو پیشرفت میده نمیده، از منطقی از علمی بیایم بررسی کنیم آیا برتری اینو نسبت به این که بیایم ببینیم 1400 سال پیش یک مردم یه جا توی گوشه جهان با درباره این که ما باید چه کار بکنیم، چه رفتاری رو انجام بدیم ندیم، آیا برتری روش ما رو نمیبینید نسبت به این؟ برتریشون رو میبینم، برتریشون رو میبینم، ولی من مشکلم فقط با یه چیزه، مشکل من با خداست. اگر من خدا رو زندگیم بذارم کنار، من اگه مثلا میگفتن این قرآن، ببین من خیلی راحت این که گفتی مثلا من میتونم حدیث دارم به قولی بچرخونم یه جوری باشون بازی کنم که تو قبولشون کنی اینا کتابای خوبی هن. منم میدونم میشه مثلا با از کتابای اونا بدتر، از کتابایی که ما خودمون شیعه ها نوشتیم در مورد آخر الزمان و یه نوع بازیه در واقع، میشه با اونا هم یه جوری بازی کرد، اینقدر پیچوندش که کتابای قشنگی از توش در بیاد و من نمیپیچونمشون، چون اونا رو آدم نوشته. و اگر منم اعتقاد داشته باشم که قرآن رو آدم نوشته، خب همون جور باش برخورد میکنم، میگم که نهایتا خب این حرف بی خودیه و تموم شد رفت. ولی خب من مشکلم این که اگه خدا رو بذاریم کنار، موقع چیزی نمیتونم جاش بذارم. خودتو بذار جوش، حالا یه روز دیگه بیا درباره خدا صحبت کنیم. باش انشالله. صدایتو ببخش من زیاد طولش دادم. البته امروز شکر خدا من یکم حالم خوش نبود، نرفتم سر کار و از صبح این تایم 6 و نیمه اینش خوبه، کمتر میشه بیشتر حرف زد اینجوری. آره لطف کردی، ممنون. 262 من که خیلی لذت بردم از صحبت کردم باهات، فعلا ممنونم. خدا نگهدارتون. خدا خب جالب بود، 3 ساعت هم امروز بیشتر موندیم، بازم رکورد شکندیم امروز. بچه ها یه مقدار تو لایف چت مراقب باشین، یه جوری در برای مثلا منو صحبت میکنیم اصلا کسی نمیم، این روش هایی که صحبت میکنین در برای مسلمون ها
شما واقعا انتظار دارین مردم یعنی روش تفکر ما رو جدی بگیرن وقتی که میگین که انگار مثلا میگین مسلمان ها میگم احمقن، اینا دیوانن، یعنی یک جوری صحبت میکنین هیچ مسلمانی اصلا نمیاد بهش فرصت بدین که یه مقدار فکر کنه. ببینید اینجوری درباره مسلمان ها فکر نکنین. حالا خب بله، ما اعتقاد داریم عقاید مسلمان ها درباره اسلام به شدت غلطه، ما اینو قبول داریم، ولی اینو باعث اینو ما باید دلسوزی بکنیم. خب عقاید غلط داشتن براشون هزینه داره، نباید اینا رو دشمن خودمون بدونیم. خب خیلی کس، یعنی این که انسان اصلا مغزش جوری طراحی شده که عقایدی رو که باش به دنیا اومده رو سخت باشه براش بذاره کنار، هزینه روحی روانی داره. این که انتظار داشته باشیم همه به طور منطقی فکر بکنن و واضح باشه براشون اینا چرا غلطه، این خیلی انتظار اشتباهیه. یه چیز دیگه هم خودتون در نظر بگیرین، شما خودتون همتون، من همتون عقاید غلط دارین، عقاید به شدت غلط دارین. حالا نمیدونیم کدومش غلطه، اگه میدونستیم کدومش غلطه احتمالا عوض میکردیم. یعنی شما این طرز این فکری میکنین، این تنفری که خیلیاتون دارین از مسلمان ها بخاطر عقاید غلطشون، خب اگه عقاید غلط باعث بهونه تنفر بشه، از خودمونم باید متنفر باشیم، یعنی که ما حتما هممون عقاید غلط داریم. محسن میگه آرمین چشم نخوره صبر آرامشت کله. اینم خرافاتی، نشوخی میگه محسن نشوخی میکنه ولی جالب. من نمیدونستم این چشمه رو، نمیدونستم براش لوگو هست. چه جالب. آره، آها مریم میگه آرمین جون اون عروسک تو کتابخونه پشت سرت اسمش چیه، چه نازه. قاسم هم جواب داد اسمش جان استوارت میلر. بله، این آقا اسمش جان استوارت میلر. خیلی خوب، من برم پس. ممنون از وقتی که گذاشتین، کسایی که بودن برنامه نگاه کردن. من امروز واقعا لذت بردم از بحثایی که کردم با آریا و از با 262. فعلا جفتشون هم به شدت با من اختلاف نظر دارن، ولی جفت یه چیزی هم که امروز خوب بود، یه اسلام ستیز و یک مسلمان با جفتشون صحبت کردیم و جفتشون عقایدشون با من فرق داشت و با هم مخالفت کردیم و چقدر جفتش دوستانه و محترمانه بود. یعنی هیچ چیزی از این صحبت رو یاد نگیریم، حداقل چیزی که میتونیم ببینیم اینه که ما میتونیم دوستانه و محترمانه با کسایی که با ما اختلاف نظر دارن صحبت کنیم. البته به هیجانی شدن معنیش، بعضی فکر میکنم من دارم بعضی موقع ها هیجانی که میشم، خیلی هیجانی شدن منو وقتی صدا میره بالا رو بی‌ادبی حساب میکنن. من فقط دارم میگم بعضی موقع هیجانی میشم، این معنیش نیست که دارم بیادبی میکنم، ولی اگه برداشت خیلی اینه که مثلا من صدا میره بالا یا هیجانی میشم بیادبیه، من باید تمرین کنم که صدامو پایین نگه دارم.